بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 27 ماه می سال 2019 میلادی است و طبق معمول هر هفته با دوستانی هستیم که سالها با سازمان مجاهدین بودن، بعد که متوجه شدن این سازمان تبدیل به فرقه شده، تصمیم گرفتن جدا بشن و یک قدم بیشتر رفتند و ماجرای داستان زندگی خودشون رو با من و شما گفتن تا ما تحقیق کنیم و سازمان مجاهدین رو بهتر بشناسیم. من به نوبه خود ممنونم که این دوستان صفحات تاریک این سازمان رو برای ما روشن کردن. و یکی از این دوستان که چندین بار هم قبلا با ما بودن، آقای حسن ایرانی هستند از آلبانی و ایشون امروز در سه مورد میخوان صحبت کنن. هنگام صحبت های ایشون شما میتونید از طریق فیسبوک یا از طریق پیامگیر و تکست پیام ارسال کنید یا تکست ارسال کنید و من از ایشون میپرسم. این برنامه ها چون تا هفته آینده هم بازپخش میشه، اون موقع هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و گفتیم سال هاست درست برعکس سازمان مجاهدین که تلویزیون مدار بسته ای دارن و بیشتر پروپاگاندا و خبرهای خودشون رو پخش میکنن، این دوستان سوالات شما رو پاسخ دادن، نظرات شما رو شنیدن و امروز هم طبق معمول خوش آمد میگن به آقای حسن حیرانی و سلام میکنم خدمتشون. و بعد از سلام و احوال پرسی میخوام از ایشون درباره شرایط جدا شدگان بعد از قطع امکانات و کمک هزینه کمیسریات برای من و شما صحبت کنن تا ببینید که این دوستان در چه شرایطی هستند. ولی تسلیم زور و ظلم و ستم نمیشن. آقا خیلی خوش آمدید، سلام به شما، بفرمایید، با شما هستیم. سلام، منم سلام عرض کردم شما جناب سرور و نفرهای محترمتون دارم، در خدمتون هستم، بفرمایید. بله، اگر لطف کنید طبق اون پوستری که الان سه روز از روی صفحه ها هم گذاشتیم درباره این سه مورد، که مورد اول شرایط شما جدا شدگان بعد از قطع امکانات و کمک هزینه های کمیسریا که در برنامه های قبلی شما توضیح دادید و دوستان دیگه توضیح دادن که خود این یکی از کارهای زشتی هست که سازمان مجاهدین با باجهایی که میده یا با پولهای زیر میزی که پرداخت میکنه و آلبانی هم افرادی که اونجا هستن فقیر هستن و معمولا فساد اونجا در حکومت و در دستگاه ها رایج هست، اینها تونستن که اونجا شما را به صورت به اصطلاح معلق نگه دارن. بگید اوضاع شما و دوستان دیگه چیست؟ حقیقتش جناب سوربی الان وضعیت نفرات جدا شده در یک حالت بلا تکلیفی ناجوری قرار داره که این وضعیت و این شرایط افراد جدا شده خودش محصول زد و بند بسیار کثیف و رذیلانه بین فرقه و خب بخش فاسدی که از این دولت آلبانی در ارتباط با فرقه هستش، که الان حالا این شرایط هم یک دفعگی ایجاد نشده، خب از قبل هم خیلی هشدار دادیم، اینا قدم به قدم شروع کردن، از چندین ماه پیش شروع کردن تا کار به اینجا کشوندن، الان هیچ کس هم پاسخگو نیست، به هر جایی هم مراجعه میکنیم کسی جواب نمیده و هر کاری هم خب به این که تا حالا انجام شده. الان حالا مشخصا این که در رابطه با چه بخشش رو سوال کردین شما، مثلا مسائل خدمات چیزی که الان قطع شده، چون همه چی قطع شده، الان هیچی دیگه ما نداریم. بله، خب ببینید، ما همه میدونیم وقتی یه نفر اونجا هست به صورت پناهجو یا پناهنده، معمولا دولت‌ها با کمک UN اونجا یک به اصطلاح امکانات و کمک هزینه هایی، همون بیمه، بعض وقتا کلاس زبان برای اونجا و مهمتر از همه هزینه‌ای که بتونید شما اجاره و خورد و خوراک و اینها رو پرداخت کنید. ولی الان شما میگید که اونجا هیچ چیز نیست، خب چجوری به اصطلاح شما دوستان میتونید روز و شب کنید و امروز رو فردا کنید و به چه امیدی اونجا هستید و چه باید کرد؟ الان
بیش از نزدیک یه ماهه که حقوق کامل قطع کردن رو ما، که آخرین چیز بوده، یعنی قبلش خدمات اینا همه قطع شده بود. بعد عرضم به حضورتون تو این کشور برای که بتونی کار کنی باید اجازه کار داشته باشی. الان از یک طرف UN همین کمیساری حقوق قطع کرده، میگه که حالا کارمنداش که ما مشکل اونانه، میگه که از ژنو به ما گفتن حتی با شما حرف نزنیم، جوابتون رو نباید بدیم. دولت آلمانی هم نمیخواد، حاضر نیست اصلا در مورد شما حرف بزنه، هر شما گفت با یکی بیاندار تحویل بگیره اصلا قبول نمیکنه، میگه نه من اصلا میگه من نمیخوام در رابطه با اینا صحبت کنم. بعد الان نه اجازه کار به نفرات دادن که نفرات بتونن کار کنن و حقوقشون از اون ور قطع کردن. علاوه بر حقوق یک کار کثیف و رذیلانه که مریم رجبی انجام داده، توطئه کردن حتی این اینشورنس کارتای هست، کارتای بیمه، که مثلا ما دکتر میریم اینجا با اینکه چند ماه از اعتبار این هنوز مونده ولی تمام این کارتای بیمه ما اون کدشو که وارد میکنن به سرور وصل نمیشه. این دکترای خانوادگی و اینها میگن که این وصل نمیشه، شما دیگه ما برای مینیمم وای پزشکی می باید بریم پول بدیم و فقط گاهن دکترای خانوادگی از دلسوزی رایگان ما رو ویزیت میکنه، ولی خب باز باید برای بسالی باید پول خرج کنیم. بعد رفتیم سازمان رمسا، اونا میگن که برین وزارت کشور، وزارت کشور میری اونجا اصلا جواب نمیده. چند روز پیش خود من رفتم گفتم که من برای اینشورنس کارت اومدم، مثلا مسئول اینجا فردی به اسم سکل شهیدی، گفتم این من باید ببینم بهش بگم، گفتن نه نیستش اینا و برین اینجا به ما ربطی نداره. گفتم نه من از اینجا نمیرم تا یکی نه جواب بدم. گفتم نه باید بری. گفتم نه پلیس زنگ بزن بود به من رو دستگیر کنه، من از اینجا پامو بیرون نمیذارم دیگه. اون سپرسی چه رفتن رئیسشون آورد، اونا یه چشگره میرفت و رد میشد جلوی من رو اینجوری و این نطلق رو ما جا بزنیم که نه من گفتم پامو از اینجا بیرون نمیذارم، وارد پلیس برم اینجا هر درگیری که برای بنداز من رو دستگیر کن ببر، من اینجا نمیرم تا جواب ندیم. که انهای اون خانومه اثر نکرد، چند تا تلفن زد میمه و که یه تلفن هم بکنم به خود سکول زد. بعد اندهایی به من گفتن شما تو اتاق بشینین، یه مترجم همین در کشور فردی به اسم تونی هست اون میاد، که البته اونم نایمد، یه خانم میومد که این خانم گفت من دفتردار سکول هستم، سکول نیست رفته مرز یونان، شما نکاتتونو بگیم بعد بیاد هفته بعد جواب بگیریم. اصلا یه موضوعیه که کاملا مشخصه که عمدن این کارو کردن. نه کارت من، کارت همه این نفرات دیگه، کسی از مینیمم های خدمات درمانی رایگان دولتی هم دیگه برخوردار نباشه. از قبلش هم که شروع کرد خود رمسا، خدمات دندانپزشکی قطع شد، خدمات اپتیشن قطع شد، فیزیوتراپی تخصصی همیشه قطع شد، کارت اتوبوس آبونه اتوبوس رو قطع کردن، کلاس ها رو یکی قطع کردن، تا فقط مونده بود یک حقوق ماهی 230 یورو که اونم کامل زدن قطعش کردن و دیگه هیچی نمونده. حالا علاوه بر این حتی آدما و افراد حتی کارت اینشورنس کارت اینا رو هم قطع کردن از سرور که اینا دیگه ارتباطی نداشته باشن دیگه، و حتی اجازه کارم بهشون نمیدن، جوابم نمیدن که افراد توی وضعیت من. اینا همش توطئه کثیف فرقه است که افراد مجبور به ترک آلبانی بشن، دقیقاً اون نفرات خودش رو خودش داره پول میده میفرسته، میمونن نفرات دیگه که اینا برحال مجبور بشن تحت فشار و شرایط کشور خاک ترک کنن، دقیقا همون چیزی که خود رجبی میخواد به هدفش برسه. بسیار ممنونم، اجازه بدین چون دوستان سوالاتی میکنن هم تشکر کنیم که اینجا هستن، هم این سوالات رو بهشون پاسخ بدیم. خانم میلانی از کالیفرنیا میگن که این آقا چطوری عضو مجاهدین شده، چون شما قبلا هم مهمان برنامه بودید و رسم این هست که وقتی کسی میاد بار اول هست خودش رو معرفی میکنه درباره چگونگی عضویت یا ملحق شدن به سازمان توضیح میده، در همون برنامه چگونگی جدا شدن رو هم میگن. من ازشون دعوت میکنم که بعد هر وقت وقت داشتن اون ویدیوها رو تماشا کنن. ولی سوالی که مطرح میکنن یا نظری که میدن، میگن که کشور آلبانی یک کشور دزد و بدبخته که همون بیشتر همه اینها از فقر میاد، همه ما هم میدونیم. دوستان زیادی اینجا هستن، من به یکایکشون سلام میکنم و آقای رزاقی هم مثل اینکه بیمار بودن ولی
خوشحالیم که امروز با ما هستند و به اصطلاح میتونن برنامه رو دنبال کنن. بله خانم میلانی باز گفتن که به دولت آلبانی پول میدهن تا اجازه بدن این مجاهدین در آنجا زندگی کنن. بله داستان خیلی طولانی هست که از موقعی که مجاهدین موندن بلا تکلیف در اون آلبانی و ایران هم فشار می آورد به دولت عراق که اینها چی هستند، شما همسایه ما هستید ولی دشمنان اونجا نگه داشتید، و آمریکا بالاخره معامله کرد با کشور آلبانی و مجاهدین رو فرستاد اونجا. مجاهدین هم که دیگه 50 سال این سازمان رو از عرش به فرش رسوندن، نشون دادن که دیگه چیزی از سازمان نمونده و یک فرقه خیلی ضعیفی که رهبرش الان مفقود الاثره یا مرحومه، این همسرش هم شده رئیس جمهور مادام العم، الان تازگی هم به عنوان رهبر ازش اسم میبرن تو نوشته ها و اینها، و خلاصه به قول آمریکایی ها مس، یعنی یه چیزی که خیلی اوضاعش خرابه همین فرقه است. ولی اونها فراموش کردن که با آخوندها در جنگ هستن و قرار آخوندها رو سرنگون کنن و مردم ایران رو آزاد کنن، آمدن و با افرادی که دیروز به عنوان برادران و خواهران خودشون ازشون اسم می بردن، امروز سر دعوا و تهمت و تهدید و توهین رو باز کردن. و آقای حیرانی قبلا چندین بار مهمان برنامه بودن، ماجرای ایشون اتفاقا خیلی جالبه که پیوستنشون به مجاهدین میشه گفت بعد از اون جنگ ایران و عراق و بعد از ماجرای صدام و اینها بوده، و آدم تعجب میکنه که چرا ایشون در اون شرایط رفت و به مجاهدین پیوست، ضمن اینکه افراد دیگه خیلی جوانسال بودن و سن کمی داشتن و ایشون میشه گفت که تقریبا از اونها مسنتر بود وقتی پیوست به مجاهدین. آقای ایرانی میخواییم به صورت خیلی کوتاه یکم در این باره صحبت کنید، یا اینکه چون امروز 3 تا مهمون داریم شما فکر میکنید که وقت نیست؟ بفرمایید. اینا تو همون سایت نجات یافتگان تو قسمت سرچش حسن ایرانی بزنن، از اولین مقالهایی که نوشتم همین میاد، میتونن چیز کنن. برای که تکرار مکررات نشه و الان وقتم کمه، یه سری موضوعات مهم رو دستمون هست جهت اطلاع رسانی بیشتر، من ترجیح میدم که اصلا این وقت محدودی که به من اختصاص داده شده در رابطه با همین موضوعات استفاده کنم، اگر که شما صلاح بدونید. خیلی ممنون. آقای هادی سنیخانی میگن که آقای سوربی فرقه کور خونده، ما ماندگاریم در آلبانی. بعد خانم میلانی میگن این آلبانی ها از نسل جیپسی ها هستن. جیپسی ها همون کولی های هستن که ما توی فیلم ها هم میدیدیم. و آقای کرمی میگن که خانم میلانی دقیقا اینطور است که شما فرمودید، جدا از آن که دولت آمریکا پول میدهد، فرقه رجوی هم مقدار خیلی زیادی در این رابطه با لابی های آلبانی خود خرج می کنند، یعنی آنها را خریدند. دست ممنون و متشکر از دوستان هستم. دوستان من معذرت میخوام، من یک نکته رو یادآور کنم. ما برای علارغم همین موضوعاتی که فشارهای زد و بندی که سر ما وجود داره، قصد توهین به هیچ نژاد و ملیتی نداریم. آلبانی ها افراد چیپسی هم نیستن، بسیار تاریخ خیلی شکوهمندی دارن اینها، چه در حالا میگن اسکندر مقدونی، حالا مادرش خودش آلبانیایی بوده، شیپ بوده. عرضم بزرگتون که اینا در دوران که اینجا تحت حاکمیت عثمانی بوده، هیچ وقت عثمانی نتونسته اینجا قلمروش رو کامل بتونه بگسترونه، و مردمی بودن که مدام در جنگ و مبارزه و اینها بودن و از این بابت تاریخ درخشان دارن. حالا به لحاظ چیپسی هم اینجا جامعه روم هستش که این رومن های همون چیپسی میگه، آره اینجا هستن، به جامعه رومن مشهورن، ولی خود اینها در بدنه که انسان های شریفی هستن. ما حالا این که آدم های اینجوری اونجوری هستن که من زیاد موافق نیستم از این کلمات رو کار ببریم، ولی در رابطه با همین وضعیت جناب سوری من بگم که توی آلبانی به دلیل شرایط اقتصادی ضعیفی که داره
یه موضوعی وجود داره، مثلا اینجا کمبود کار نیست. اولا که پولی که رمسا به ما میداد صدقه سرش، مثلا خیرات سرش مثلا 230 یورو بود، همچین پولی هم نبود اینجا. خب الان کارهای ساده معمولی توی همین تیرانا 300 یورو 400 یورو زیاده کارهای اینطوری. ارزم بودت یه روزنامه هست اینجا به اسم روزنامه چلسی، اینو بازش میکنی 7-8-10 صفحه اولش مدام از همین کارهای ساده هستش، بعد تا کارهای فنی تر هم استخدام داره. خود جوانای آلبانیایی، حالا چرا تو این کشور این فقیر این همه کار وجود داره؟ چرا؟ چون جوانای خودشون حاضر نیستن کار کنن با این قیمت ها. اینجا چون یک پاسپورت ارزشمندی دارن، اینا به راحتی با این پاسپورت سه ماه میتونن برن فرانسه، آلمان، کشورهای دیگه برگردن. که بسیار از همین دوستان آلمانی من هستن که میگن ما میریم مثلا آلمان، مثلا سر همون اونجا شرکت ساختمانی داره، مثلا ما گچکاری میکنیم اونجا، ماهی 2000 یورو میتونیم جمع کنیم، چند نفری میریم یه خونه اشتراکی میگیریم، 5000 یورو مثلا پس انداز میکنم، میام اینجا مثلا 6-7 ماه یک سال میخورم اینجا. برای همین کار زیاده، ما بیکار نیستیم. خود من الان یه سری از بچه‌ها ممکن سوالتون بشه خب از کجا میارن میخورن آدم. الان تقریبا نصف بچه‌ها دارن میرن کار سیاه انجام میدن. یعنی ما دوست آلبانیایی که اینجا داریم خب میدونن که الان در زد و بند با فرقه به نفرات اجازه کار داده نمیشه، بعد میگن خب اشکال نداره بیا مثلا اینجا کار کن، موقعی که بازرس میاد خب مثلا تو برو بیرون که اینجا ما هم جریمه نشیم. مثلا الان خیلی از بچه‌هامون دارن اینطوری کار می‌کنن، جوشکاری می‌کنن، کار رانندگی می‌کنن، کار ساختمانی، کاشکاری، کار مختلف دارن انجام، کارخونه کفش. یه تعداد دارن کار می‌کنن. خود منم الان دو سه تا کار پیدا کردم، زودی میرم سر کار. چون چاره دیگه نداریم دیگه سر این وضعیت. ولی موضوع اینه که بیشتر از اون چه که این کمیساریا با منت به ما میداد که همونو قرضش کردن، خیلی راحت‌تر ما ها در میاریم. آدم های برور ما کار آدم های بودیم که سالیان برده بودیم تو این فرقه. این کار سسولی و شیک و لوکسیته که اینجا وجود داره که برای ما که هیچی از کار که کسی وحشت نداره که. ولی موضوع اینه که همین اجازه کار رو نمیدن. ببینید چه تناقض ناجوری. تو هم حقوق نفر رو قطع کردی، خدمات رو قطع کردی، بعد هیچ آیدی کارتی هم بهش نمیدی، اجازه کار هم نمیدی، کارت بیمش هم قطع کردی. خب میخوای چی کار کنیم؟ با رود نمیشه، امکانشو نداره این فرقه کسی، امکانشو نداره. و الا که به شیوه صدام حسین در عراق همه ما رو تیر خلاص میزد، چون امکانشو نداره اینطوری داره اینقدر حلقه رو تنگ کنه که آدم ها پا به فرار بزنن. که حالا به قول سانی خانی که میگه که کور خونده ما پامون از اینجا بیرون نمیذاریم، بله آره ما پامون از اینجا بیرون نمیذاریم به کوری چشم فرقه تا ببینیم چی میشه. بفرمایید. بسیار ممنونم. دوستان میان میگن که همون صحبت شما که به اصطلاح کشور آلبانی تاریخ بزرگی داره و نباید به دیگران بی احترامی کنیم، ناگفته نماند مثلا اسکاندیناویا و اون کشورها، خب اینا وایکینگا بودن که روزی راهزن بودن و اینها، ولی الان بهترین تمدن رو دارن. یعنی اونها هم یه قسمتی از حقیقتشون هست و هیچ اشکالی نداره که مقداری ما یاد بگیریم و بدونیم. مثلا خود من نمیدونستم که مادر اسکندر از آلبانی بوده، یا این موضوعات رو باید با همین گفته شنودا. ولی خیلی جالبه، ما یه سال از شما کردیم که بعد از قطع امکانات و کمک هزینه ها شما چجوری اوضاع و احوال رو میچرخونید، و شما به درستی جواب دادید که اینجا کارهای سیاه هست. خود منم تو آلمان کار سیاه میکردم، 22 ماه اونجا بودم کار سیاه انجام میدم. تو آمریکا هم کارهای هست که آمریکایی‌ها انجام نمیدن، اسپانیش‌ها میان انجام میدن، و اون پولی که برای اینا ناچیزه برای اون کسی که این کار انجام میده خیلی هم خوب و زیاده. ولی تعجب من از اینه که خانم میلانی میگه آقای حیرانی حاشیه رفتن. اصلا متوجه نمیشم چه حاشیه‌ای. ما یه سوال ساده کردیم، آقا شما الان که ماهی 2300 دلار رو قطع کردن چجوری امور میگذرونید؟ ایشون میگه اینجا کارهای هست. خیلی هم قشنگ توضیح دادن، میگه طرف چون پاسپورت داره میره آلمان سه ماه کار میکنه، با پولش میاد خوش میگذرونه، اون کارا چون میمونه افرادی مثل ما میرن انجام میدن. برای آلبانیه کسر شأنه،
ولی برای منی که بردگی کردم مجانی، الان آزادم، اقلا میرم با این پول کم زندگی آزادی دارم. اگه لطف کنن ایشون بنویسن چه حاشیه‌ای شما رفتید، ما شما رو از حاشیه میاریم و به اصل مطلب. در اصل ممنون و متشکرم. خب آقای، ببخشید آقای هیران، بفرمایید. اونجا میدونن که میبینن که ولو قاچاقی میان تو آمریکا کار سیاه انجام میدن، با اون چند ماه یک سالی که کار سیاه انجام میدن این زندگی خیلی خوبی رو تو مکزیک میتونن بچرخونن. مثلا تو ایران، از حالا درسته که ایران خودش شرایط اقتصادیش زیاد جالب نیست، ولی خب از کشور همسایه افغانستان، پاکستان، بنگلادش، خب میان تو ایران کارگری، کار سیاه انجام میدن غیر قانونی، با اون پولی که جمع میکنن توی افغانستان یه زندگی خیلی بهتری میتونن ایجاد کنن به نسبت اینکه بخوان تو افغانستان کار کنن. اینجا هم دقیقا آلبانی، بالکان به طور آلبانی در مورد افغانستان اروپا محسوب میشه. افراد برای انجام کارها، همین کاری که اینجا داره میکنه برای 300 یورو به خاطر پاسپورتی که داره، خب میتونه بره چند ماه کار کنه. الان این کشور حدود 6 میلیون جمعیت داره جناب سوربی، 3.5 میلیون جمعیت در داخل آلبانی زندگی میکنن، 2.5 میلیون جمعیت این کشور در داخل در کشور اروپایی پخش هستن که دارن کار میکنن. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که مثل آلبانی باشه. مثلا شما فکر کنید ایران 80 میلیون جمعیت داشته باشه، 45 میلیون جمعیتش داخل ایران باشن، 35 میلیون جمعیتش تو کشور دیگه کار کنن. ببینید چه تناسبی؟ برای همین اصلا یه ضرب المثل خود آلبانی ها دارن که برو بیرون آلبانی کار کن، بیا اینجا خرج کن. اصلا خودشون عامه تو توی بله، اصلا تو همه کشورهای معموله. مثلا طرف جنوب فارس وقتی که کار ماهیگیری و اینها مثلا کم شده بوده، اون ماجرای شرکت شیلات و اینها، اینا رفتن کشورهای عربی و با پولی که اونجا در می آوردن، باز شما اینم درست گفتید، چند ماه اونجا کار میکردن میمدن، چند ماه واقعا شاهانه در فارس زندگی میکردن، با وجودی که در کشورهای عربی کارگران ساده بودن. اون خصوصتون جناب سوربی، ببینید ما در این خب یک سال که بیکار نبودیم، بچه ها خب ماکسیموم تلاششون رو کردن که میتونن از همون چه که هست امکاناتی که برحال همون رفت داده استفاده کنن. مثلا من خودم یا اکثر بچه ها، مثلا من یک گواهی نامه گرفتم، این گواهی نامه آلبانیایی منه، گواهی نامه رانندگی، که میتونم باهاش برم کار کنم. الان هم یک دو جا مثلا کار آفر پیدا کردم، دارم صحبت می‌کنم. یا مثلا توی مدت گذشته من خودم، این کارت منه که عرضم بزرگتون که آموزش زبان انگلیسی میدادم، حالا قیمتش خیلی کم بود، ولی خب به هر حال تونستم هم یه ذره پسنداز بکنم، هم زندگی من خب بچرخونم، خب برای هم یه آب باریکه‌ای که برای تو خیابون نمونه. یا مثلا از کلاسایی که خود استاد ملک گذاشته بود، دو تا مدرک آشپزی رفتم گرفتم، یه مدرک اینجا بهش میگن کوژینر یعنی آشپز، یک مدرک آشپزی گرفتم، یه مدرک ادوانسش هم گرفتم، تو هر دو تا کلاسش من به قول معروف نمره خوبی آوردم. خب اینجا خیلی به لحاظ آشپز، کمک آشپز اینا استخدام زیاد داره، چون شهر توریستی این تیرانا مثلا خیلی، مثلا روزنامه چلسی رو حتی تو اینترنت شما سرچ کنید انبوهی آگهی یه چیز می‌بینید که کار برامون هست. ما از کار ترس نداریم، بیکار نمی‌مونیم، یعنی خیلی بیشتر از اون 200 یورو سازمان ملل ما میتونیم در بریم. فقط اجازه کار اینا نمیدن، اینا خودشون میدونن که دارن چه کار میکنن. و هم نه، من نمیدونم، حالا امیدوارم جواب این خانومی که چرا بودن، حتما در رابطه با آلبانی اطلاعات کمی دارن. بله. امیدوارم که این با این صحبت کردم از حاشیه در اومده باشه بحث برای ایشون. بله، خیلی ممنون. امروز شما یکی و دوتا دشمن ندارید. آقای رحیم هم از ایران میگن که فکر میکنم به صحبتهای این افراد جدا شده نمیشه، میبینن که میگن اینجوری نوشتن، بعید میبینم این آقایان درست بگوین که از فرقه مجاهدین جدا از خلق جدا شده باشن، اینها از میکروفون استفاده میکنن. یعنی شما چی آقای رحیم خان فکر میکنید اینها هنوز جزو مجاهدین هستن؟ ببخشید، پس بیمار هستن که میان اینجا میگن ما جدا شدیم و مجاهدین اذیتشون کنه؟ ضمناً دوست عزیز، ما هر روز، خوشحالم که امروز هم اول برنامه گفتیم،
درست اینها برعکس سازمان مجاهدین که نه سوالی از بیرون قبول میکنن و نه جوابگوی کسی هستن و ادعای پیامبری و امام زمانی میکنن و میگن ما در مقابل خدا فقط مسئولیم، این دوستان از روز اول، از همین اول برنامه جوابگو بودن. آخه اگر شما در سازمان بودید، مسئول بودید، میاین اینجا ما میکروفون رو در اختیارتون قرار میدیم، شما میگین این آقا دروغ میگه، اصلا این عراق نبوده، اصلا این عضو ما نبوده. ولی اینجوری که شما نشستی تو ایران و میگی که بعید میاد که اینها جدا، اولا جمله خودتون رو بخونید، من فارسی خوبی ندارم ولی جمله خودتون رو بخونید، فاعل مفعول نوشتید بعید میاد، یعنی دروغ میگه که جزو سازمان بوده، دروغ میگه که از سازمان جدا شده. حالا شما اینجوری فکر کنید، هر کاری میخواین شما انجام بدید، به نظر من برید به سازمان بپیوندید جای خالی ایشون رو پر کنید. درباره خانم لیلا میلانی، خانم لیلا میلانی هم متاسفانه به حرفای ما گوش نمیدن، فقط وقتی میان، ما شیرازی ها میگیم با توپ پر میان، فقط میخوان شلیک کنن و مثلا سوال میکنن این آقا چجوری پیوسته، ما توضیح میدیم بابا دفعه قبل گفتن، اگر اون کسی که برنامه رو پی میگیره، من هر روز که آقای حیرانی میان اینجا هر روز بشینن یه داستانی رو بگن، اون یکی فریاد میزنه که آقا من چند بار باید اینو گوش کنم که آقای حیرانی با دوستش از ایران آمدن گفتن بریم ببینیم این سازمان چگونه است و بهش پیوستن. اجازه بدید که چون وقت امروز کمه و ما همیشه معمولا یه مهمون داریم، دو مهمون داریم، امروز نور علی نور علی نور شده و سه تا مهمون داریم، این سوالا رو بعداً از روی فیسبوک بپرسید. آقای حیرانی هم ازش خواهش میکنم که بیاد جواب بده، ضمناً صفحه خود آقای حیرانی رو هم من نشون میدم. آقای حیرانی اگه صحبتی داری بفرمایید، اگه نه بریم سراغ سوال دوم. بفرمایید چون وقت داره تموم میشه، الان نیم ساعت گذشت. بله بله. اقدامات به عمل آمده توسط جدا شدگان، خود من میدونم که خود شما شخصا خیلی فعال هستید، شاید یه دلیلش به همین دلیل دانستن زبان انگلیسی باشه و یه جورایی هم مثل که این پروسه های قانونی رو شما وارد هستید، یه مقداری در این مورد توضیح بدید که چه اقداماتی به عمل آمده توسط شما و دیگر دوستان جدا شده. بفرمایید. ما از اونجایی که از نیت طرف مقابل آگاه بودیم، در راستای اینکه گزکی ندیم، بهانه طرف مقابل ندیم، در چندین ماه گذشته تمام اون چه اقدامی که شما فکر بکنید انجام شده، تمام نامنگاری ها چه در آلبانی و چه در سطح خارج از آلبانی به همین کمیسیون حقوق بشر، تمام سازمان دیگه از اتحادیه اروپا، همه جا نامنگاری شده، سازمان ملل، ژنو و همچنین اینجا ملاقات های بسیار زیاده بوده که تو تعدادش هم من بودم، با خود وزارت کشور، با رمسا، با کمیساریا، آکسیون داشتیم، آکسیون های کوچیک به کرمت داشتیم، چند تا آکسیون بزرگ داشتیم، جلوی وزارت کشور بوده، تجمع های زیاده داشتیم، یکی تو خود میدان اسکندر بوده که حالا خود فرقم علیه من نوشته که آره افراد رو جمع کرده علیه سازمان، نه علیه سازمان نبود، نفراتی هم که از خود فرقم حقوق میگرفتن بودن، هر کاری بگیر انجام شد، یعنی که هم من فکر کنم ما چه کار باید میکردیم که نکردیم، هیچ کاری نبود انجام ندیم دیگه. صلح‌آمیز تا الان همه چی رو گفتیم دیگه، حالا باید دیگه فکر کنیم و چه کار کنیم دیگه با این وضعیت. ما شاید یک کمپین کارزاری بزنیم برای آدم ها پول جمع کنیم اینجا، آدم ها بتونن زندگی بکنن از ایرانی خارج کشور، چون که دیگه اینا همه چی رو قطع کردن، میدونن چرا این کار رو دارن میکنن، چجوری اصلا خودشون رو قانع کردن به این کار. حتی این فقط در رابطه با ما نیست جناب سوریب، من الان نفراتی که از خود فرقه دارم پول میگیرم گاهن پیش خود من میان، فوش رکیکی نیست مریم رجبی چیز نگن، میگن خود حتی این ما می فوشار استفاده نمی کنم علی فرد، بعد میگن خود چرا اینقدر چیز نگن، مثلا خیلی هاشون میگن اینا 30,000 لک به ما میدن، خب قبلا که 30,000 لک فرقه میداد خدمات رمسا بود، مثل کارت آبونه اتوبوس 15 یورو بود، بعد خدمات دندان پزشکی، فیزیوتراپی، داروها، مثلا آدم و افراد مریض بودن 50 یورو داروهاش میشد، خدمات دندان پزشکی، فیزیوتراپی اینا مثلا خب نزدیک 200 یورو میشد،
خلاصه چند سنیوروی این خدمات اگه بخوای آزاد بری انجام بدی، من میگم مثلا ما میگیم میریم دفتر میگم آقا یک 30,000 بیشتر کنم، پول دارو ندارم، این پای قطع شده، من رو میگه که رفته که شما منو فرستادین برای عملیاتی انجام بدم در داخل ایران، نمیدونم این ترکش تو کمر من به خاطر اون چیزی که شما تحت امر یا ایوی که من وارشم به خاطر کاری بوده تو سازمان میکردم، این پول اضافه کنیم. میگم نه پول رو نمیتونیم اضافه کنیم، ولی اگه میخواییم بفرستیم خارج. بعد میگه که نه من قصد رفتن دارم. میگه نه پس همینه. ببینید چی کار داره میکنه فرقه. نفر بیمار مریض با این سن سال در ماکسیموم فشار پول طرف رو اضافه نمی کنه. خب طرف هم که علیه تو که حرفی نزده، خفه خون کامل گرفته، با یه 30,000 لی همون 200 یورو این همه هزینه اجاره خونه داره فلان اینا، با یه درباغ سبز خارج. میگه یا این یا بیا بفرستم خارج. بعد مثلا آدم میگه بابا تو حاضر چند هزار یورو خرج کنی منو بفرستی خارج؟ خب بابا یه ذره به همین 100 یورو به همین مستمری ماهیانه اضافه کن. میگه نه. چرا؟ چون هدفش اینه. یعنی چون مسئول اجاره میگه که یک بریده بدتر از 10 تا پاسدار تو خیابونای تیرانا، اینا خطشون همینه که ماها رو در ماکسیمم فشار بزنن که از رو بریم از این کشور، پا بس فرار بذاریم، اونا رو به خودشون ببرن دیگه. بسیار ممنونم. در همین رابطه به خارج فرستادن و اینها با آقای غلامرضا شکری بعد از شما هستیم، ایشون در این مورد توضیح خواهند داد که دستگیری و برگشت کردن نفرات از یونان به آلبانی. ولی الان که شما صحبت کردید گفتید و قبلا هم دوستان گفتن که بارها سازمان گفته که یک جدا شده از 100 تا پاسدار بدتره، از یعنی شما رو وقتی مقایسه میکنن خیلی وحشت دارن. ما در همین رابطه این سوال سوم رو از شما میپرسیم، ترس و واهمه فرقه از جدا شدگان چیست؟ و یکی از دوستان هم نوشته که امروز رفتن دکتر گفتن که کمیساریا و دولت آلبانی تمام امکانات و مزایای شما را قطع کرده، به وزارت کشور هم مراجعه کردم ولی هنوز جوابی ندادن و در نهایت ما همان کار سیاه را باید انجام دهیم. ایشون آقای غلام میرزایی هستن، همون صحبتی که شما کردید و گفتید که کارتاتون به اصطلاح وصل نمیشه، یعنی کارتی که هنوز روی تاریخ اعتبار داره ولی اینها با اون زده بندایی که کردن سیستم ها رو جوری وصل کردن که میگه اعتبار نداره. من ساکت میشم. شما درباره این ارزم بزرگتون، نه این که میگه اعتبار نداره، چون انشورنس کارت که دارین دکتر خانواده این میزنه که مثلا اطلاع شما رو وارد کنه، بعد اونجا مثلا میگه unavailable، یعنی مثلا اعتبار نداره، اعتبارش تموم شده که، یا مثلا میگه شما رو up to date کنین، مثلا دکتر میگه کارت اعتبارشم بایدی رو مال ما اصلا وصل نمیشه. یعنی یه نفر اون ور نشسته یه لیستی بهش دادن، اینم ورداشه همه رو دیلیت کرده، اصلا همچین کدی رو نمیشناسه اون سرور. موضوع اینه. ولی برای بقیه درسته این کارتای ما همه اعتبار داره، چند ماه از اعتبارش بوده، حتی اگر اعتبارش هم گذشته باشه ما اینا را بروز نکرده باشیم این پاسخو میده. حتی خود خانم دکتر برگردون کامپیوتر گفت به من، گفت بیار نگاه، اصلا وصل نمیشم، گفت مال تو هم نیست، مال همه تونه اینطوری شده به این صورت. خیلی ممنون. خب شما لطف کنید درباره این موضوع ترس و واهمه فرقه از شما اینو میخواستم بگم. بله ببینید، موضوع الان یه خورده خنده‌دار شاید باشه. از چند وقت پیش، خب بالاخره می‌دونم الان هم روزهای اخیر هم چند نفر باز از فرقه جدا شدن، چند تا خانم و آقا اینها، می‌دونید این ریل ریزش ادامه داره. از چند وقت پیش فرقه شروع کرده و چندین ماه پیش مدام هر روز یه بریفی می‌خونن بعد از صبحونه، به اسم بریف بریده‌ها. حالا بعد سالونا هم رو روی همین تابلو اعلاناتشون می‌زنن، یه مدت هم عکس ماهار هم زده بودن به عنوان مزدوران فلان و اینها، مزدور یکم درجه بندی هم کرده بودن خودش. حالا این بریف بریده ها رو که در داخل فرقه صبح به صبح آدم ها مجبور بودن گوش کنن، یا هین صبحونه یا بعد صبحونه، یه نفر پای میکنه میرفت بود، یا در تمام نشست های ایدئولوژیک سیاسی تشکیلاتی با رفت و بی رفت مسئولی نشست شروع میکرد یه گریزی هم به صحرای
کربلا میزد در مورد بریده ها که آره این بریده ها الان وضعشون خیلی خرابه، حقوقشون قطع شده، با لباس پاروپور تردد میکنن، بدون شبشون موندن، بعضی هاشون اومدن در دفتر سازمان گریه و زاری که ما برگردیم که ما نمیپذیریم ایشون. و هدف چی بود؟ این حرف رو زدن که این بود که آدمای داخل فر اون هدفشون تخریب ما نبود که مثلا ما رو مثلا بخوان ضایع کنن جلو افراد داخل، نه، هدفشون این بود که به افراد داخل فرقه بفهمونه که آقا یه وقتی اگه تو ذهنت داری فکر میکنه که یا خسته شدی میخوای بری بیرون، یه همچین وضعیت سیاهیه، اونایی هم که رفتن پشیمونن، اونایی هم که رفتن به بدبختی و فلاکت افتادن، اینجا آبونونه هستی که پرنده قفسی باش دیگه. خب حالا افراد مثلا برای قرارهای پزشکی فلان، خب تیران هم شهر خیلی کوچیکه، مثلا 345,000 نفر، مثلا هم به لحاظ آب و هوا هم مثل گرگان ایران میمونه مثلا اینطور. بعد عرضم بزرگتون، خب این شهر کوچیکه، دو سه تا خیابون اصلی هم که بیشتر نداره که خیابون بیمارستان مادر ترزا که بیمارستان هست. خب محل تردد افراد، مثلا گاهن نفراتی از فرقه و ماها رو میبینن، آدم ها رو میبینن، بعد میبینه این طرف در تضاد با اون بریفی که هر روز خونده میشد توی فرقه، خب این نفع فرقه نیستش دیگه. برای همینه که فرقه وحشت داره از آدما در اینجا، و به طور خاص اینکه افرادی که در بند خودشن و مدام تحت بمباران و پروپاگاندا باران خود فرقن، تصاویر و صحنه های آدم ها رو ببینن، اه فلانی نه لباس پاروپوری هم تنش نیست، فلانی خورده از زمانی که تو فرقه بود سرحالتر و شادابتر هم به نظر میاد، مثلا یا کاری داره باری داره. پس نه، مثلا نفر به این نقطه بسه، پس نه میشه از فرقه بیرون رفت و از کروستگی نمرد، میشه از فرقه بیرون رفت و یعنی اعتماد به نفس میده به افراد، وجود ما اعتماد به نفس میده به افراد که دو دلن، دو به شکن، در استرسن، هنوز تصمیم قاتل نتونستن بگیرن که بزنن بیرون. این یک کاتالیستیه بر فکر اون افراد که میخوان از فرقه بزنن، برای همین فرقه و وحشت داره. همین. بسیار ممنونم از شما آقای حیرانی. شما یه شخصیت بحث برانگیزی هستید، بعدا خودتون توی فیسبوک نگاه کنید ببینید چه خبر هست، دوستان حتی به انگلیسی دارن به هم جواب میدن و من واقعا نمیدونم این سوالو چجوری بپرسم. خانم میلانی میگه چرا ایشون عکسی نشون نمیده که گفته هاش ثابت کنه. من نمیدونم شما چه عکسی میتونید نشون بدید. طرف عکسو نشون میده، میگه حضورتون که چرا عکس، ما کلی فیلم تا حالا چیز کردیم که عرضم حضورتون که حالا ایشالله در آینده مردم تیوی شبکه شالله یه خورده پیشرفت کنه، همزمان با صحبت آرشیو بتونه چیزها رو نشون بده. بله. این بخشش قسمت شما، ولی ما از هر امکانی که داشتیم استفاده کردیم. مثلا چند وقت پیش یک کار بسیار بسیار زشتی سازمان رمسا کمیساریا کرد، همه رو دعوت کردن به یک هتل یک گودبای پارتی گرفتن و بعد خانم ها اومدن سخنرانی و آره و دیگه شما از این بچه هستین و آرزوی زندگی مستقل و خوب بدن. چه زندگی مستقل؟ شما که ما رو به کسی تحویل ندیدیم، بیاین چه همه رو برداشت برده. حتی اینقدر افتضاح بود این وضعیت، خود مسئولین کمیساریا نیومدن توی اون مهمونی. خب ما از تمام اون صحنه ها فیلم گرفتیم، فیلماش هم پخش شد، افرادی که اونجا بودن هر دم دست رو مصاحبه کردن دیگه، حالا عکس که نه، کلی ما حالا فیلم گرفتیم، آکسیونامون همه عکساش هست، حتی خود فرقه این عکساشو چاپ کرده، گفته که حسن ایرانی نمیدونم مزدور فلان آدما رو برداشت جنگ کرده علیه سازمان رفتن توی اسکندر، نه مثلا پلاکاردی که دستمونه، ما همه چیزا رو تا حالا نشون دادیم. حالا مشخصا این چه عکسی ایشون میخواد که من نشون بدم که گزارشگر رو بدیم، ما همه چیزا رو تا حالا پخش کردیم. حالا اگرم چیزی بیشتر این کارو نکردیم که خب باشه، معذرت، انتقاد ما بود، ان شاءالله در آینده فعالیتامونو بیشتر میکنیم. بسیار ممنونم آقای حیرانی، من بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. یک بار دیگه از شما که وقتی که این ماجرا براتون اتفاق افتاد در زندگی و تصمیم گرفتید جدا بشید، به خودتون نگفتید که من چند سال از عمر خودم رو تلف کردم و حالا برم دنبال کار و زندگی و درآمد و پول، حتی پول گرفتن از خود همین سازمان مجاهدین برای حق و سکوت، و آمدید به اصطلاح
قصه زندگیتون رو با ما در میون گذاشتید تا من و دیگران بیشتر متوجه بشیم. من از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم در برنامه‌های آینده، دیدارهای آینده با خبرهای بهتری با شما باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید. ان شاء الله. خیلی ممنون. منم آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون برای شما و تک تک بیننده‌های عزیزتون دارم. بسیار ممنونم. من در حین صحبت‌هامون صفحه فیسبوک آقای حیرانی رو نشون دادم، یه بار دیگه هم الان بهتون نشون میدم دوستان، و توی این فاصله سعی میکنیم که به آقای غلامرضا شکری که ایشون هم در آلبانی هستن تماس داشته باشیم و چند سوال هم از ایشون بپرسیم. ضمناً برای دوستانی که نمیشناسن این افراد رو، این دوستان قبلاً اگر مهمان برنامه ما بودند، این کار در تلویزیون ها رسم نیست که دوباره از اول بیایم معرفی کنیم و تکرار مکررات کنیم. اون وقت میشیم مثل آخونده ها، میشیم مثل رجوی، مثل سازمان های دیگه که یه داستانی رو هر روز میگن. به همین دلیل سوالایی که در رابطه با برنامه های قبلی، در رابطه با جریانات روز پیش آمده، مطرح شده، از این دوستان میپرسیم. سلام میکنم به آقای غلامرضا شکری و ازشون ممنونم که ایشون هم میان و ماجراهای خودشون رو با ما در میون میذارن. فقط اجازه بدیم من براتون بگم که تفاوت بین بینندگان چقدر هست. آقای رحیم از ایران میگه که این آقای حیرانی با این هوش و با این سواد چرا رفته به سازمان پیوسته؟ خانم میلانی که من نمیدونم ایشون قیافه شناس شده، روانشناس هست، میگن از قیافه و صحبتهای ایشون به اصطلاح بر میاد که آدم باید شک کنه. به نظر من شما باید برای FBI و CIA کار کنید خانم میلانی، که با قیافه از طریق تلویزیون میتونید بگید که کی گناهکاره، کی حقیقت میگه. برای آخر آقای شکری میخندن. آقا خیلی خوش آمدید. اگر صحبتی دارید، سلام و احوال پرسید، با دوستان بپرسید. سه سوال هم از شما داریم و امروز هر دوستی 40 دقیقه وقت داره. آخرین مهمان برنامه امروز آقای محمد کرمی هستن از پاریس. بفرمایید آقای شکری، با شما هست. سلام شما آقای سوری و بینندگان عزیزتون، انشالله که روز خوب و خوشی داشته باشید. در خدمت شما، چون که وقت کمه، در خدمت شما که سوالات رو بگیم، من پاسخ و سوالات شما رو بگیم. بسیار ممنونم. اولین سوال، توطئه چینی و سنگ اندازی فرقه رجوی علیه جدا شدگان در آلبانی. بله، در این مورد مقدار صحبت کنیم. والا سر توطئه چینی و فشاره ای که فرقه داره میاره رو جدا شده ها کم نیست. یعنی از زمانی که من خود الان 3 سال بیرونم، توی این 3 سال کم فشار نیاورده، کم توتشینی نکرده. نمونش درست 1.5 سال پیش بود، 1.5 سال نه، نزدیک 2 سال پیش بود، منو پلیس اومد گرفت. من تو اون زمان فرقه مستمری که به امیداد قطع کرد به بهانه واهی یک تعداد که میخواستن خودشون رو جا بندازن، دوباره رفتن تو دامان خود همین فرقه، براشون شروع کردن به کار کردن و جاسوسی کردن، اومدن یه سری چیزا رو انداختن گردن من. من تو هتل لینز بودم، ساعت 6:30-7 صبح بود، پلیس اومد در اتاق و زد. بله بفرمایید. هتل نیزم که مشخص بود مال کمیساری است. بله بفرمایید. شکری اینجاست. بله خودم هم کاری داریم. برگشت گفت که بریم اداره پلیس. گفتم کاری کردم؟ گفت فقط سر برگشت ما میخوایم صحبت بکنیم، چون یه سری مشکلات سر این برگه اقامت تو هست. گفتیم باشه بریم. ما رفتیم اداره پلیس. از لحظه که من پامو از هتل گذاشتم بیرون، مشخص بود همه میفهمند، چون که همه نفراتی از فرقه هم اونجا بودن، اونه که اومد بودن بیرون، یه چند نفرشون بودن موقع ما رو قطع کردن که دروغ هم میگفتن. اونجا سریع خبر دادن به دفتر فرقه. حالا ما رو از اداره پلیس با صحبتایی که خود پلیس ها از من کردن فهمیدن تمام موضوعات شخصی من رو که خود فرقه خبر داشت، از زمانی که من کجا به دنیا اومدم، کجا بزرگ شدم، چه مدرسه بودم، کجا رفتم، تو ارتش بودم، تو ارتش چیکاره بودم، همه ریز به ریز گذاشتن جلو دست اینا.
خلاص اینا اول با بحث برگشتم خب تموم شد. بعد رفتن گفتن خب گفتم خب کاری نداره من برم. گفتن نه وایسا کار داری. گفتم مگه سر برگه حرف نداری شما؟ حرفتون سر برگه من بود دیگه. گفتین عکس اینجوریه. گفتم عکس سر نشانه صورتم بوده، نشانه صورتم هم برداشتم به کسی هم ربط نداره، نشانه بزرگ بوده اذیتم میکرده. حالا شما چی شده؟ منم تازه عکسم دادم به رمسا، اینم نفر مترجم رمسا است که اومده همه چی رو گفته، خودش هم خبر داره. گفت خب نه موضوعات دیگه هم هست. تمام حرفایی که میزنن یک به یک فرقه گذاشته. خب توده‌چینی فرقه است، یعنی سر تک به تک ماها توطئه میکنه. مثلا موضوعی که سر بحث خانواده بود، یک اشتباه من کردم. من یک زمانی پول نداشتم، رفتم نامه دعوتنامه برای خانواده‌ام و همه چی آماده کردم. من پولم کم بود، می‌خواستم برم این ارسال بکنم، پول ارسالش یکم زیاد بود. رفتم، من یک روز مونده بود که مستمری من از فرقه بگیرم، دفتر فرقه. یه روز زودتر رفتم، رفتم بهشون گفتم من پول کم دارم، اگه میشه اینقدر بهم بدین. نه برای چی می‌خوای؟ گفتم بابا نیاز دارم، تازه نمیدونم همین حقوقم رو بودم. 1200 لیک به من بدید من بتونم کارم انجام بدم. نه تا نگی ما تا چی کار داری ما نمیتونیم پول بدیم. گفتم بابا نامه دعوتنامه برای خانواده‌ام دادم، اشتباه بزرگم این بود، چون که پشتبندش میدونستم اینا توطئه میکنن سر خانواده ها. حتی خانواده های ما که جدا هستیم بیان سر این توطئه میکنن. این دومین موضوع شد. سر بحث موضوعات دیگه، دونه بدونه لابیه که اینجا تشکیل دادن، هر جا میری میبینی لابی دارن. خب با چی؟ اینا که میگه ما پول نداریم، پول مستمری نفر از 45,000 تا از 500 یورو اومد شد 45,000 لک شد 30,000 لک. خب این پولا کجا میره؟ پول این بدبختی که عمرشون رو برای شما گذاشتن کجا میره؟ دونه بدونه مواردی که پیش میاد پولش تو جیب کیه؟ تو جیب لابی هست. پول کم هم خرج میکنن، میلیون میلیون میدن که کار خودشونو پیش ببرن. خب اینا همش فشاره، فشاره دیگه میارن رو آدم ها که از این کشور برن. ما پول میدیم، خب پول میده و پشت بند از اون بر لو میدن که این نفر بدبخت بیفته زندان. بعد خرج توی تشکیلاتشو میکنن، آره فلانی فلانی تو زندانم، بعد میشستوننش به قاچاقچی و باند مواد مخدر رو نمیدونم باند مافیا و اینجور چیزا. خب اینا همه فشاره، اینا همه تمام کارهاییه که فرقه دونه بدونه داره سر آدم ها انجام میده. خب داریم میبینیم روزانه. حتی جدا شدهایی که از همه قبلا هم توضیح دادیم، جدا شدهایی که با هم بودن سالیان با هم بودن، اومدن بیرون با کوچیکترین اختلافی با این فرقه، یه دفعه به اون یکی میگه فلانی مرد سرخه رفته سفارت. حالا هیچ کس هم سفارت نرفته ها، اون طرفی که میگه اصلا سفارت نرفته، نه چون که فلانی با فلانی دیده شده این مرد سرخ ماست، نباید تو باش بچرخی، نباید این کار بکنی، نباید اصلا سلامش هم بکنی. تمام موضوع خب اینا همه فشار، چه رو ما چه رو نفرات دیگه، دونه بدونش فرقه داره توطئه چینی میکنه بر علیه ما، که حتی با هم صحبت نکنه. حالا تو دولت هیچی، خب لابی کم نداره، لابی آمریکا. خب دولت آلبانی هم قبلش توضیح داده شده، دولت آلبانی دولت ضعیفیه، دنبال این که یک کشوری کمکش، یک کشوری مثل آمریکا که این همه تریارد ها دلار پول داره میده به این کشورها. خب معلومه از کشور عربی میکشه میاره میده به این خرج این کشورمون که مثلا شرف از بکنه. این کشور هم خب منتظر همچین چیزی هم، پول مفت بیاد دستشون، یه کار کوچیکی براش انجام بدن در رابطه با فرقه. این فشارهایی که الان رو ما هست، مثلا دونه بدونش قبلش هم آیه حیرانی توضیح دادن براتون که من خودم داشتم گوش میکردم، در رابطه با بیمه‌مون همینجور، در رابطه با حقوق کمیساری ها همینجور، حتی سر اون محل کمیساری که ما توش بودیم توطئه خود فرقه بود که کمیساری ها مجبور شد چیکار بکنه؟ لینز رو جمع بکنه به بهانه اینکه ما پول نداریم. کمیساری ها پول نداره، سالیان میلیارد میلیارد دارن به کمیساری ها میدن، چجوریه کمیساری ها پول نداره؟ چون که فرقه فشارش رو آورد به این دولت و دولت فشار آورد
به کمیسر کاره دیگه زمانبندی شما تموم شده توی این کشور، زمانبندی چون که فقط به خاطر مجاهدین بوده و یک تعداد از این پناهنده ها، دیگه شما نمیتونید اینجا بمونید. کمیسر هم همین رو به ما گفت، ولی الان کمیسر هنوز پابرجاست، چون یه سری پناهنده سوری اینجا، یه سری پناهنده کشورهای آفریقایی اینجا. چطوره به اونا رسیدگی میشه؟ به ما رسیدگی میشه؟ ما رو دیگه از ماه گذشته کلن ول کردن. این تمام توطئه های خود فرقه است، چون که با لابیاش داره کار میکنه. ما چون که کسی رو نداریم تو این کشور، فقط هم نامنگاری میکنیم برای اتحادیه اروپا و نمیدونم حقوق بشر و صلیب سرخ و اینجور جاها، اون هم که جواب مشخصی به ما نمیدن. این شد حقوق بشر این جهان که تحت نظر آمریکاست. فرقه هم که تا میتونه براش جاسوسی میکنه، خبر بهش میده، همه چی رو بهش میده و فشار رو ماها بیشتر میشه. این پاسخ بود گفتم که راحت با نمونه های مختلف هم بهتون گفتم که مشخص بشه برای همه. بسیار ممنونم. دوستان اینجا هستن، آقای موثقی توضیح میدن، آقای عبدی به شما سلام میکنم، من هم به ایشون سلام میکنم، ممنونم که زحمت میکشن و ارتباط این دوستان رو با ما برقرار میکنن. و آقای موثقی میگه این مرز سرخ یکی از ترفندهای مهم بود که سالیان سال مسعود و مریم رجوی در بحث‌های درونی فرقه به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کردن و استفاده می‌شد و می‌شود. خب آقای شکری لطف کنید، چون آقای حیرانی هم در مورد این که اونها دوست دارن، مایل هستن اگر کسی جدا شده اقلن در آلبانی نمونه و به یک نوعی از اونجا خارجش کنن، ولی شما یه چیزی رو گفتید خیلی سریع گذشتید، گفتید که بعضی وقتا خود اینها قاچاقی پول میدن و خودشون طرف رو لو میدن. در این مورد سوال دوم این هست، دستگیری و برگشت خوردن نفرات از یونان به آلبانی، بفرمایید در این مورد توضیح بدید لطفا. در این مورد خب ما چند نمونه داشتیم. حالا خود فرقه چیکار میکنه؟ میاد مثلا با خود نفرات صحبونه که میخوان بهشون میگه، میگه ما اینقدر پول بهتون میدیم، قاچاقچیش هم هست، بیاییم ما شما رو رد میکنیم برین یونان، نفرش رو به شما معرفی میکنیم، فلان ساعت فلان جا باشین، براتون میدارم میبردتون کجا، میبره یونان. از یونان هم یکی دیگه هست شما رو میبره اروپا. یعنی یه باند قاچاق هم قاچاق انسان هم که دست به دست اینا رو چکار میکنن میبرن. حالا اینا وقتی که میخوان برن نیاز و پول بهشون میدن، خب پول عمده رو باید خود سازمان بده به قاچاقچی، 6000 تا 5000 یورو همین حدودا، که یکی به اسم هدایت افغانیه، این هدایت میاد اینا رو برمیده میبره. حالا اونه ای که به قول معروف جونجونی سازمان هم میدونن، سازمان براشون برن اروپا دوباره هوادار میمونن، میرن تو تظاهراتشون شرکت میکنن، میرن تبلیغ میکنن براشون، خیلی هستن الان این کارو دارن میکنن، میبره میرن یونان، از یونان رد میکنن میرن، کما اینکه این چند وقتش چند نفر رفتن، ولی یک تعداد که میدونن نه بره دست به افشاگری برای خود سازمان میزنه، همین که از آلبانی رد میشه میره تو یونان لو میره. خب چرا؟ چرا اون یکی لو نرفتن؟ چرا این یکی لو میرن؟ بعد دیپورت میشه میاد آلبانی، پولشو میگیرن ازش، اونجا کتک میخوره، تمام زندگیش برباد میره، دوباره برمیگرده میاد آلبانی، تو آلبانی آس و پاس آویزون اینون، دوباره باید چیکار بکنه؟ بره دست به دامان فرقه بشه. ساره اینجوری. خب فرقه تمام فشارشو میذاره رو ماها، روی تمام نفراتی که حتی اونایی که میرن دوباره برمیگردن، بیا دست به دامان فرقه بشه، دستشو دراز بکنه سمت فرقه، فرقه هم بیاد اینو خرج بکنه تو مواصلات. آره فلانی رفت برگشت دوباره اومده، به قول اون ملعون که ما اشرف بودیم میگفت 16 نفر از کردستان عراق تو کردستان عراق که کمیساریا هست، همه چی هست، فکر میکنم مثلا ما نمیفهمیم، اومدن جلو در اشرف دست به دامن ما شدن و ما از پولی که شما در آوردین سر اون کانکسازی و
چیزی کاری که انجام دادیم، یه بخش از اون پول ما دادیم، حدودا نزدیک 1.5 یا 1.8 میلیون دلار بهشون دادیم. ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم، ما دوم خروس رو ما که نمونهش اینجا دیدیم، اونجا که از اینجا بدتر بود. چجوری تازه حفاظت عراقی ها بود، نمیدونستن هیچ کس نزدیک بشه، چجوری شده حالا همچه چیزی پیش اومده؟ تازه امریکایی ها اونا رو از اونجا از توی تیک فرستادن رفت، حالا اینجا با 30,000 تا چجوریه تو اینو میفرستی لوش میدی، بعد وقت دوباره باید برگرده بیاد اینجا دیپورت بشه، بیاد اینجا بعد دوباره به دست به دامن شما بشه. این کارهای فرقه یکی دوتا که نیست، بارها بوده این موضوع پیش اومده برای نفرات جدا شده. حالا یه موضوعی چند وقتیش دو نفر دیپورت کردن، اومدن آلبانی. این دو نفر که دیپورت شدن به آلبانی، چرا تو آلبانی دادگاهی نشدن؟ چرا سه نفری که خودشون رفته بودن و دستگیر شدن از مرز دیگه، اونا دیپورت شدن با دادگاهی بشن؟ همه زده بنده. زده بنده چیه؟ فرقه نمیخواد دستش رو بشه که بابا جان اینها رو فرقه فرستاده یونان که یونان دستگیرشون کرده، مدتی زندان بودن، کتک خوردن، فلکه کردن، نمیدونن پولشون رو بردن، موبایلشون رو شکوندن، بعد دوباره دیپورت کردن آلبانی. خب چرا دادگاهی نشدن؟ ولی اونایی که از سمت شمال رفتن وقتی که برگشتن دادگاهی شدن. چرا؟ علت چی بود؟ خب فرقه داره کار میکنه، فرقه نمیخواد دستش سر بحث یونان با لو بره، کار کم نمیکنه فرقه، تا میتونه با لابیاش کار میکنه، پول خرج میکنه، پول خرج میکنه که دست فرقه به هیچ عنوان رو نشه. چرا سر مالیش کسی خبر نداره؟ همه هم گفتن، حتی دولت آلمان هم که بود 6-7 ماه پیش بود، اینا مثل سبزا بود، کجا بود، برگشت گفته بود که ما فعلا هنوز در ابتداش نمیدونیم این فرقه این مالی رو چجوری تأمین میکنه. خب از کجا میاد این همه مالی؟ خب باشه آمریکا، عربستان، این ور اون ور، خب باید ملت بدونن. این تمام فشارهایی و مشکلاتیه که فرقه برای آدم ها درست میکنه. حالا با قاچاقچی میفرسته تو یونان، هدایت میاد از اینجا ور میداره میبره تو یونان، یونان از اونجا اگه خود هدایت بتونه خب کارت و کارت جعلی و اینجور شده رو درست میکنه براشون، بلیت هواپیما میگیره میبره فرودگاه، میگه خودتون از این در دیگه برید، از اونجا دیگه بعد دیگه برشون میکنه. خب میرن، بعضی رد میشن بعضی رد نمیشن. حالا این هدایت با اون یکی نفری که برای خود سازمان داره کار میکنه، که الان اسمش فراموش کردم، با اون که داره کار میکنه برای سازمان، بعد اون که بیشتر آدم ها رو لو میده. حالا این افغانیه یکم دلش میسوزه، اون بیشتر آدم ها رو هدایت چند وقت پیش برگشته گفته بابا جان اون که نفر خود سازمانه، ایرانی هم هست، خیلی سر خیلی از آدم ها رو کلا میذاره، خیلی از آدم ها رو تو یونان خود اون لو میده که یونان بگیره بندازتشون زندان. خب اینو کی بهش میگه؟ خب معلومه سازمان بهش میگه. سازمان بهش میگه فلانی فلانی من لو بده که اینو دستگیر بشن برن زندان. خب خرج داخل تشکیلاتش بکنه. خرج داخل تشکیلات یعنی چی؟ یعنی که فشار به روی اونایی که اون تو هن اگه یکم زبونشون بازه حرف میزنن زبونشون بسته شه. خب این تمام کاریه که سازمان توطئه چینیایی که برای تمام نفرات جدا شده داره میکنه که بخواد رد بکنه اون بر اونجا لو بده بیفته زندان. حتی اینجا هم همین کارو میکنه. چند وقت پیش بودن 8-9 ماه پیش بود به نظرم شنیدم زهرا مریخه نشست گذاشته گفته ما کاری میکنیم که جدا شده اینجا بیفتن زندان. با خصوص اونه به ماها میگن مزدور دیگه، به کی نمیگن مزدور، به همه میگن. اونه که بر علیه ما میزنن با خصوص اونا با دولت آلبانی توافق میکنیم، توافق داریم میکنیم که اینا بیفتن زندان. اینا تروریستن. اگه من تروریست کجا تروریست بودم؟ من که 27 سال 28 سال تو خودتون بودم
کار تروریستی برای خودم کردم. حالا که ما اومدیم بیرون جدا شدیم ازتون، همه چی رو فهمیدیم، تروریست شدیم، موضوع شدیم، زبونمون باز شد بر علیهتون، حتی تو دفترتون هم من خودم هم میزدم، حرف هم میزدم. حالا چی شده؟ این همه توته، این همه مشکلات برامون شده. هر جوری شده ما به هر قیمت شده حق خودمونو میگیم، به هر قیمت. انشالله که دونسته باشم پاسخ سوال شما رو داده باشم. بله خیلی ممنون. به کلن به این نتیجه میرسیم که یه مقداری این اذیت و آزار اینها به شما برای اینه که به اصطلاح به اونایی که داخل هستن و فکر جدا شدن در سرشون هست نشون بدن که شماها زندگی خوبی ندارید، ولی من خوشحالم که شماها با پشتکار و با کارهای سخت و با همبستگی، با هم بودن جلو اینها وایستادید. دوستان اینجا هستن، من خدمت اونها سلام میکنم. آقای حجاری هستن و آقای کرمی هم میگن که شما چرا شما خانوادهتان را دعوت نمی کنید برای دیدار شما بیایند آلبانی، که این بنده خدا یه بار گفته که چه مشکلاتی براش درست شده. چرا شماها که الان در آلبانی هستید خانوادهاتون را دعوت نمی کنید بیان آلبانی دیدار شما؟ ببخشید دوباره اشاره کوتاه کردم. بفرمایید. واقعیتش اینه که بحث خانواده ها از تو بحث عراق که همه در جریان شروع شد. من خودم یکی از این نفراتی بودم که با قول خود فرقه میگفتن جی اس، یعنی جنگ سیاسی منه. مادرم 7 ماه بدبخت اونجا بود، 7 ماه تمام، من که خبر نداشتم. همون روز اول که اومدم خب صداشون شدیدم، دم دارن منو صدا میزنن، آقا غلامزاد شکری مادرت اینجاست فلان. خب فرقه هم به خاطر این که دیگه من شنیده بودم، چون خودم رفتم گفتم خانوادم جلو درن، واقعیت داره، دیگه فهمیدن من میدونم، من رو صدا کردم، صدا کردم با هم صحبت کرد. آره خانوادت نمیدونم با وزارت اطلاعات اومده، نمیدونم انجمن اینجوریه، شروع کردن انقدر. خب من بیرون که نبودیم ببینیم چی به چیه، تمام ذهنمون این وزارت اطلاعات یک چی میگن با قول معروف یه شیطان مخوفیه که لولو خورخوره، یه لولو خورخوره براتون درست یه لولو خورخوره با قول شما. برای همه مشخصه، هر کشور دستگاه امنیتی خودشو داره. حالا چی شده؟ مادر ما هم موضوع شده، مادر 70 ساله، 74 سالش بوده، 74 ساله، 73 ساله موضوع شده، اصلا به یکی بگی، واقعا به یکی بگی بهت میخنده. خب دنبال بچهشه. خب چرا مجاهدین از خانواده میترسه؟ بخاطر این که بابا جان موضوع عاطفی خانواده است. چطور رجوی برای خودش میخواد، برای ماهانه میخواست، برای خانواده هایی که اون تو بودن، بچه هاشون 24 ساعت پیششون بودن، با بسته های آنچنانی بهشون داده میشد، برای اونا خوب بودن، برای ما خانواده بد بود؟ بله. من یه بار گفتم الانم دارم میگم، یه روز این مسئول رجعی تو سخنرانیاش، حتی تو امجدی توی این مناسبات گندش هم دوباره بارها هم میگفت که چش مادر شهید رو در آوردن، فلان کردن، نمیدونم دست مادر شهید رو شکوندن. منی که اون تو بودم، تو زدی دندون مادر منو خورد کردی، دست مادر منو شکوندی. بعد من فهمیدم، بعد اینکه اومدم بیرون فهمیدم این بلا به سر مادر من اومده. نه به اون حرفت، نه به این کارت، تو بهانه از اون میگیری، من موضوع حقوق بشر از اون سر اون تیز میکنی، سر خود هیچی نمیگی. خب خانواده همینه، خانواده موضوع عاطفی بچهش میخواد، مادر بچهش میخواد، خواهر برادرش میخواد، برادر خواهرش میخواد، همسر شوهرشو میخواد، سالیان با هم بودن. حالا چی شده تو اومده قیم همه شدی؟ این وزارت اطلاعاتی، اون پاسدار، این اینه، این اونه.
حالا چی شد؟ قبلا مثلا نمونه شون فتولا فتی تو تیف بود، بهش میگو مزدور درجه یک آمریکا. پاسدار فتی مزدور درجه یک آمریکا. حالا چی شد؟ خود رفتی سمت آمریکا. حالا بگذاریم از این بحثا، خانواده هفت ماه هشت ماه منو هی صدا میکردن این نشست اون نشست این نشست اون نشست، دعوت مهمانی دعوت میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه من سمت خانوادم نرم، من سمت مادرم نرم، من موضوعات عاطفی قبل مادرمو بیاد نیارم که بهشون میگم آقا دیگه تمام من میخوام برم. اول و آخر همینه، چون رجبی خودش خوب میفهمه تأثیر خانواده روی بچه، روی پسر و دختر خانواده که اون توه خیلی زیاده. از بس تو سر تو کله این ما میخوند، از بس حرف میزد، از بس حرف میزد که حتی پسر بلنش تو نشست سر مادرش موزگیری بکنه، حرف دریوری بزنه. ببین به کجا رسونده بود که ما، من خودم یکی اصلا جوش میوردم سر این حرفا. به خاطر همین بود دیگه، یه مدت بود کلن به قول خودشون پازیف برخورد کردم، کنار کشیدم، گوشه‌گیر شدم، تا موقعی که دیگه رفتیم لیبرتی. از لیبرتی هم یه مدت درخواست بیرون آمدم دادم، قبول نکردن، تا اومدم آلبانی، از آلبانی کشیدم بیرون. خانواده همینه. من از موقعی که اومدم به خدا با تمام خانواده‌هایی که مثلا میبینم، مثلا میان با خانواده من صحبت بکنم، میخواد با پسرتون صحبت بکنیم، شماره شو بدین. خب هرچنگ من گفتم فلان شو خواهشن شماره منو ندید، چون میدونم خیلی زیادن. خب باید پاسخگوی تمام این خانواده ها باشین رجبی، دونه به دونه بچه هاشون. واقعا میگم مادر برای دیدار پسرش فوت کرده، پدر برای دیدار پسر فوت کرده، خواهر برای دیدار برادر فوت کرده، دونه به دونه. خب اینا کی پاسخگوی اینا کیه؟ مسئول رجبیه دیگه. این همه حرف میزنه سر خانواده، این همه چرندیات میگه سر خانواده، چطور همه چی برای آدمایی که بیرون از اینجا حرف میزنن گناهه، برای مسئول رجبی که پشت سر تمام تک به تک آدمایی که ازش بیرون کشیدن حرف میزنه گناه نیست. حرف زدن تو تشکیلات بر علیه تشکیلات محفله، گناهه. نمیدونم هزار تا چیز میذارن رو سر آدم که آره نباید این کار بکنی، این طرف تحت فشار همیشه قرار میده، ولی برای خودش نه. قدیم ندیم بابا چیزی که برای خودت میخوای باید برای دیگران هم بخوای دیگه. تو که دخترت پسرت نینا خونودت زن بچت کنارت بودم، حالا بگذاریم هزاران سیغه داشتی اون تو، خب بس باید برای بقیه هم بخوای دیگه. نمیتونی که خانواده خودتو، حتی تو همین آلبانی که داریم ما میبینیم دیگه، من دعوتنامه فرستادم ایران، همه چیش هدفش اومد ترکیه، تو ترکیه کنسولگری آلبانی گفتن نه ما نمیتونیم این کارو بکنیم، نمیتونیم راه بدیم. خب حالا وقتی که خانواده من راه نمیده، اونی که تو اروپاست، خانواده عالی جناب رجبیه، چجوری راه میده؟ از طریق اروپا میان اینجا. حتی یک سری خانواده دیگه از ایتالیا اروپا اومدن اینجا راه نداده. به خاطر چی راه نداده؟ به خاطر اینکه از جنس خودشون نبوده، از خانواده خودشون نبوده. من شاهد بودم، از سوئد خاله یکی از بچه ها اومد اینجا، دو هفته سه هفته اینجا بود، رفت تو آپارتمان ها صحبت کرد، حتی بند خدا پیرزنی هم بود، حتی از طرف نگهبانه فرقه تهدیدش کردن، گفتن میزنیمت برو از اینجا. تا آخر این مردم آلبانی که اونجا شاهد بودن گفتن بیا برو، اینا آدم های کثیفی هم، بیا برو نزنن، یه جای تو بشکنن. خب مردم دور بر آپارتمان هم خوب میدیدن، خوب میشناختن که اینا چه آدم هایی هم. ولی حالا خانواده خودشون تا میان اینجا به راحتی
اصلا نه سینجینی میشه تو فرودگاه، نه موضوع براشون پیش میاد. یک کلاس میان اینجا، هتل میگیرن، فلان میکنن، بعد دیدار خانوادگی. همین چند وقت پیش من چند تا خانواده ها رو دیدم، از اروپا اومده بودن، با بچه هاشون تو خیابون داشتن میچرخیدن. حالا من اسم میارم خوبم نیست، ما که رجبی نیستیم. آقای شکری، آقای حجاری نوشتن یکی از دوستان چند ماه با سفارت سوئیس ملاقات داشت تا به او اجازه دادن به سوئیس سفر کند. دوست عزیزم از سوئیس به آلبانی آمد، توی فرودگاه وقتی دیدن پاس ایرانی داره بردن هتل و روز بعد به ترکیه فرستادن ایشون رو. یعنی همون چیزی که شما میگید ایشون تایید. بله، یعنی فرقه تمام تلاشش میکنه. چرا؟ هیچ خانواده ای از ایران نمیتونه پا بذاره اینجا. توافق بین آمریکا، دولت آلبانی و دولت اون وقت آلبانی و فرقه است. آقای علیزاده هم نوشتن که اسم خانواده همیشه در داخل فرقه یا همان سازمان مجاهدین مصادف با یک سونامی ده ریشتری است. مطلقاً تحمل خانواده ها را ندارن و اجازه نمیدن که کسی به آن فکر کند. خیلی ممنون. باز ایشون اضافه کرده تمام کارهایی که داخل فرقه انجام میگیرد به خاطر این است که به اعضای داخلی خودشان بگویند که جدا شدگان در بدبختی زندگی میکنند، پس کسی جدا نشود و همینجا بماند. یعنی نیاز دارد تا این کارها را بکند به خاطر اینکه ماندگار شود، البته ماندگاری با ارتش سالمندان. آقای موسا میگه در رابطه با آمدن خانواده ها به آلبانی، ابریشمچی در نشستی که خودم حضور داشتم گفت که ما نخواهیم گذاشت پای خانواده ها به آلبانی باز شود. این مرز سرخ ماست و این را باز با معامله با دولت آلبانی انجام داده است. و آقای هادی سانیخانی هم نوشتن کسانی که تونستن برن به کشورهای اروپایی با کمک و پول سازمان بوده و نه کسی دیگری، چون بلا استثناء هم رد شدن ولی بقیه افراد نتونستن رد بشن، منظورشون گذر کنن برن. و خیلی ها در کشورهای مختلف مثل یونان یا رومانی و بازنی گیر کردن یا گیر افتادن. آقای موسا باز گفتن که این فرقه نمیتواند یک سری آدم های آزاد و خارج از سیطره فرقه را که زندگی میکنند جدا شده ها خاری شدن در چشم سران این فرقه و همین دلیل میخوان شما را از آلبانی به اصطلاح اینقدر زندگی رو بهتون سخت کنن که برید از اونجا. من ممنونم از شما، از دوستان ممنونم. بفهم. این بچه اشاره کردم به صحبته این همین ابریشمچی. من یادمه توی یکی از نشستها ابریشمچی تیز و مشخص برگشت به همه گفت، گفت خانواده فتنه و ضد انقلاب ماست. تا این حد پیش رفت. خانواده ضد فتنه و ضد انقلاب ماست. خب معلومه به کجا میخوره، ولی داشته باش آنچنان خانواده ها بیان یقتون هم همینجا بگیرن، روزی خواهد رسید که این بلا رو سرتون میارن. دست از سرتون بر نمیدارن تا بچه هاشون بیرون نکشن. آقای شکری، میدونید که در قسمت بعدی با آقای محمد کرمی هستیم، ولی ایشون لطف کردن گفتن هر وقت هر قدر که شما میخواین به اصطلاح وقت استفاده کنید و عجله‌ای در کار نیست. سوالی که باقی میمونه توضیح درباره هم و غم و نگرانی فرقه رجبی در مورد جدا شده هاست که هم شما هم آقای حیرانی توضیح دادید، ولی اینو اگه بیشتر باز کنید ممنون میشم. بفرمایید. والا همه غم فرقه که کم نیست در جدا شده ها. خب ما به قول معروف اون چیزی که فرقه میخواست ما سرمون پایین باشه، در خود باشیم. به قول بعضی از دوستان رو میگن فرقه دنبالی بود که ما کلمونو بریم تو آشغالینی آشغال جمع بکنیم. نه، از این خبرا نیست. ما تا اونجا که تونستیم به همت خدا هم کار پیدا کردیم، هم زبونمون راه افتاده، میتونیم کار بکنیم به راحتی. به قول من کار سیاست. حالا هرچند کار من آنچنانی هم سیاه نیست، ولی چون که
هیچ اقامتی، هیچ پناهندگی اینجا ندارم، خب سیاه محسوب میشه این کارا. خدا سر شاهده فرقه حتی میگم حاضر میلیارد ها دلار خرج بکنه یک دونه از ماها اینجا نباشیم، یک دونه مون. فقط یک علت داره، علتش اینه که نفراتشون تو خیابون ماها رو نبینن. یک بار نشه دیگه مثلا اسمی از ماها تو فرقه برده نشه. خب ما خودمون خوب میدونیم وقتی که منو تو خیابون میبینن با این سروز درست حسابی سرحال به قول معروف سر و مر و گنده تو خیابون دارم میرم میام سر کارم هم دارم زندگی خودم رو میکنم، خب وقتی که میبینن خب میره اون تو پیچ. همین چند روز پیش داشتم با یکی صحبت میکردم، موضوعاتی به هم گفت اصلا خودم واقعا تعجب میکردم، میگه واقعا این حرفا تو اونجا گذاده میشه؟ بگو آره بچه ها وقتی که شما آره میبینن مثلا اون تو، خب من خودم بارها، خودش قبلا اون تو بود، میگفت من چند بار که تو رو دیدم چه تو اتوبوس چه بیرون بود، برگشتم گفتم به چند تر دوستان گفتم بودم اه نگاه کن تو رو خدا، نگاه موبایلی دستش، نگاه اصلا لباساش چه ترتمیز و مرتب، اونا یه چیزی دیگه میگه شکری معتاد شده، شکری نمیدونم این شده اون شده و این سروز چیه. میگفت تو خودمون تو، خب همین تأثیر میذاره بر فرده، همین تأثیر داره. زهرا مریخی میاد یه حرف میزنه ولی نفر میاد بیرون یه چیز دیگه میبینه. مریم رجبی نشست میذاره که نفراتو از تمام موضوعات جدا کنه، بگه جدا شده ها اینن. خب اونا میان تو خیابون ماها رو دارن میبینن. من روز نیست که اینا رو یک تعدادشون رو نبینم، یعنی هر وقت میان بیرون چه از زناشون گرفته، حالا یه دوست از زناشون الان خب ما رو من رو نمیشناسه، همین چند وقتی جلو کنار ماشین وایسادم، همون ماشینی که باش کار میکردم وایسادم، دیدم ماشینش اومد وایساد کنارم و معقول من داشتم نگاهش میکردم، اونا داشتم من نگاه کردم، اصلا نشناختن من کیم. ولی بقیه نفرات، خب اونایی که با هم بودیم 27 سال 28 سال با هم بودیم تو اون مناسبات، خب باشه با زناشون رابطه کمتر داشتیم، ولی با بقیه که دوستان اونجا رابطه زیاد داشتیم همه ما رو میبینن. تأثیرات منفی که توی این فرقه میذاریم ما به خاطر همینه، هیچ کدومشون حاضر نیستن یک لحظه ما رو تو این آلبانی ببینن، از مسئولین میگم یک لحظه حاضر نیستن ما رو ببینن به خاطر همین موضوعات جدا شده ها. درسته هر دو سه ماه یک بار یه نفر یا دو نفر، ولی خدا رو شکر تو همین ماه چند نفر دیگه بیرون کشیدن. انشالله که بتونن زندگی عادی خیلی خوبی رو پیش ببرن اگه فرقه مزاحمشون نشه. ما هم امیدواریم برای شما هم همینطور. و آقای محمد عظیم میشپس میگن که سلام جناب سوری، در حال حاضر مجاهدین با تمام توش و توان دنبال سرنگونی و از دور خارج کردن جدا شده ها در آلبانی هستند. خودشون اعلام کردن که یک جدا شده در آلبانی از 10 پاسدار بدتر است. آقای شکری من فیسبوک شما رو نشون دادم و چون با فارسی نوشتید اگه لطف کنید یه جوری انگلیسی هم اضافه کنید اسمتون رو، برای دوستانی که احتمالاً به اصطلاح نمیتونن فارسی تایپ کنن دسترسی و پیدا کردن شما در صفحه های فیسبوک آسان‌تر میشه. در اصل من ممنونم، بارها هم گفتم شماها آمدید و اون بوتی رو که بعضی از ما ساخته بودیم از رجبی و از سازمان و اینها رو خراب کردید و حقیقت ماجرا رو به ما نشون دادید. ضمن اینکه ما همیشه گفتیم دوستانی که مسئول سازمان هستند یا افرادی که هوادار سازمان هستند یا طرفدار سازمان هستند میتونن بیان اونها هم حرفای خودشون رو بزنن، ولی تا امروز نشون دادن که چون خودشون میدونن رهبر مفقود مرحوم، اون خانم دیکتاتور مادام العم رئیس جمهور و سازمان مجاهدین هم از عرش 50 سال پیش به فرش رسیده و حرفی برای گفتن ندارن، تا امروز هیچ کدوم از اینها
حاضر نشدن قدم پیش بذارن. من بازم از شما ممنونم، بهترین حال براتون آرزو میکنم. ساکت میشم اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. قربان شما، دست شما در نکنه از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتین که من بتونم چند کلمه صحبت بکنم. حرف آخرم هم اینه که به دوستایی که اون داخل دارم، امیدوارم که هر چه زودتر تصمیم جدی و نهاییتون رو بگیریم و بیاییم با آغوش خانواده هاتون. با تشکر از آقای سوروی و تمام بینندگان، خیلی ممنون که این وقت رو تحت اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنونم از شما و دوستانی که آمدند و مهمان برنامه بودند. مرسی، به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای غلامرضا شکری بودیم. ایشون در آلبانی هستند و اجازه بدید که از آلبانی شما رو سوار بر تکنولوژی جدید اینترنت ببریم به پاریس و با آقای محمد کرمی که ایشون هم بارها مهمان برنامه بودن قبلا صحبتی داشته باشیم و این دوستان ویدیوهاشون باز برعکس سازمان مجاهدین که یه روز طرفدار به اصطلاح یکی هستن، فردا عوض میشن، مجبورن ویدیوهاشون رو بردارن، نوشته‌هاشون رو بردارن، وبسایتشون رو دستکاری کنن. این دوستان ویدیوهاشون از اون 5-6 سال پیش هنوز موجود هست، از اولین برنامه‌هایی که در تلویزیون مردم داشتن و شما میتونید همه رو در اوقاتی که خودتون وقت دارید ببینید و تماشا کنید. و جالبتر این که اگر سوالی دارید میتونید سوالاتتون رو از این دوستان بپرسید و به اصطلاح این دوستان هم جواب میدن تا جایی که میدونن، یا اگر نظری دارید نظراتتون رو به این دوستان بگید، مطرح کنید و اونها هم با گوش جان شنیدن و باز هم خواهند شنید. اجازه بدید که ما با آقای کرمی سلام کنیم و ایشون درباره یه موضوعی که خیلی موضوع عمومی هست و موضوع بزرگی هم هست صحبت خواهم کرد، و اون مراحل حقوقی از اسیر جنگی، کنوانسیون چهارم ژنو، پناهجو، بعد کمک های انسان دوستانه ای که به اینها شده یا میشه، و نفرات مجاهدین که از نفرات مجاهدین از سال 2003 سقوط صدام به اصطلاح اینها رجیستر شدن، اسم نویسی شده، چون تا موقعی که صدام بوده خب معمولا دیکتاتورا اون بیقانونی و هرچی خودشون میخوان رو انجام میدن. خب مثل که اشکالی پیش آمد در تماس با آقای کرمی، اجازه بدید ببینم ایشون با ما تماس میگیرن یا من با ایشون تماس میگیرم. دیدم که دارن با دستگاه به اصطلاح، بله ایشون تماس گرفت و ما هم هستیم. ببینیم که آقای کرمی اگه فیسبوکی چیزی روشن هست اونها رو لطف کنید خاموش کنید تا اسکایپ بتونه با اینترنت بهتری تماس بگیره، چون ویدیوی شما رو نداریم. ویدیوتون رو داشتیم قبلا ولی الان نداریم. هستید شما؟ بله، ویدیوتون نیست. اگر میخواین من از روی فیسبوک عکستون رو نشون میدم اگر مشکلی هست. آقای شما لطفا شما دوباره زنگ بزنید. باش. بله، بعضی وقتا وقتی اونها از اون ور تماس میگیرن ستینگشون درست نیست. ما از این ور که تماس میگیریم، میدونید این روزا شما میتونید اسکایپ رو تلفن داشته باشید، رو آیپد داشته باشید، روی لپتاپ داشته باشید، روی کامپیوتر داشته باشید، و گاهی وقتا هر چی اینا بیشتر میشن به اصطلاح شانس ما برای رسیدن به این دوستان کمتر میشه. خیلی هم ساده است. شما فکر کنید که مثلا عموی شما 4 تا منزل داشته باشه، خب شما نمیدونید ایشون کجاست، باید یه بار بهش زنگ بزنید بهش بگید کجا هستید تا ایشون بیاد. الان تصویر رو میبینم و ایشون هم به قول دوستمون خوشتیپ و هندسام. خب آقای کرمی، خیلی خوشحالم که با ما هستید، ممنونم که مدت ها این زحمت رو کشیدید و آمدید و با خاطرات خودتون نوری انداختید روی صفحه‌های تاریخ سازمان مجاهدین که امروز به فرقه تبدیل شده. من ساکت میشم و اگه شما لطف کنید درباره این مراحل حقوقی با دوستان صحبت کنید و اگر دوستان هم سوالی داشته باشن من میپرسم از شما و شما پاسخ میدید. بفرمایید، با شما هستیم. خواهش می‌کنم. من عرض سلام به بینندگان و هموطنان عزیز
خدمت شما آقای سوربی گرامی. من قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع کنم یه نکته میخواستم اول عرض کنم به خدمت بینندگان عزیزمون. آقای سوربی شما صدای منو دارید؟ بله عزیز. بله، متاسفانه برنامه رو که آقای حسن حیرانی شروع کردن، ارتش سایبری فرقه رجبی به ام شروع کردم توی این سطح چروخکاری، یعنی آریا بود، میلانی بود، مایک بود، یکی دو تای دیگه با اسمای مختلف نیم چونم تو برای همه شون پایین خواستم کنم آقای صحبتی دارید بیایید. اولین سوالی که پیش میاد اینه که فرقه رجبی چه ترسی داره از اینکه آقای حیرانی واقعیت‌های اونجا رو بیان کنه؟ چون آقای حیرانی به عنوان سخنگوی این بچه‌ها تقریبا داره اونجا انجام میده، از چی میترسن اگر حرف واهمه‌ای ندارن؟ بیان لطفاً جواب بدن، چون ما هرچی پیام گذاشتم برای این ارتش سایبری هیچ کدومشون جواب ندادن و اصلاً صحنه رو ترک کردن، هیچ کدوم وجود ندارن. اما برمیگردم به بحث اصلی خودم که همین ریل پروسه حقوقی این تشکیلات فرقه رجبی پس از سقوط صدام حسین داشتن. از اونجا که بخوام اینو توضیح بدم یه نگاه برمیگردم عقب‌تر. تشکیلات فرقه رجبی تجربه جنگ اول، یعنی 1970 که آمریکا با صدام داشت اونم داشتن، میخواست به همون شیوه در شکاف جنگ دوم آمریکا هم به اصطلاح خودشون رو نگه دارن و اینا، که تو جنگ اول با پرچم سفید و دادن نقطه مختصر تمامی قرارگاه ها چیز کردن که آمریکا به پایگاه های مجاهدین حمله نکنه. و در سال 80 هم، در سال 80 هم که حمله دوم آمریکا بود که این دفعه خیلی با ابعاد گسترده تری میخواستن حمله بکنن به آمریکا، میخواستن مسئله رو تعیین تکلیف بکنه، خب فرقه رجبی با سران پنتاگون این سر و بند کرد، همه مختصات داده بود که علارغم همین که تمامی این مختصات داده بود، تمامی قرارگاه های مجاهدین در عراق شدیداً بمباران شد، به خصوص قرارگاه علوی که مقر ستاد فرماندهی که خود مسعود رجبی بود که تو دل کوه بود با خود یکسانش کرد، که تو این بمباران ها تقریباً 50 تا از مجاهدین کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن. بعد از این بلا فاصله تا صدام سقوط کرد، بیرقهای سفیدی که از قبل آماده کردن اینا رو آوردن روی زرهی ها نصب کردن، رو خود را نصب کردن و تمامی زرهی ها در همون نقطه که بود گذاشتن و پای پیاده به طرف، اکثرا با پای پیاده به طرف قرارگاه اشرف اومدن و هر بهشان هم اخبار داده بودن کوچکترین خطایی که بکنن بدون تعارف در زیر 5 دقیقه میزن، مثلا تو خود اشراف آمدن زرهی های چهتاری که روشن کردن 3-4 دقیقه نکشید تمامی زرهی ها رو با موشک زدن، یعنی توی رابطه شوخی نداشت آمریکا. یک هفته بعد از اینکه صدام سقوط کردش، ارتش آمریکا به سراغ مجاهدین اومد. توقع اولیه که دست آوردن، یعنی آتش بسی که با مجاهدین امضا کردن، این بود که مجاهدین در همین سیستمشون باقی بمونن، مطلقاً اجازه ندارن در امور داخلی عراق شرکت کنن، فقط میتونن در کنترل مرزهای ایران به آمریکا همکاری بکنن. البته اختلافی که تو وزارت دفاع، یعنی آقای دونالد رامسفورد و وزیر خارجه آقای کالین پاول وجود داشت سر مجاهدین، این به توافقنامه اولیه که امضا کرده بودن تقریباً یک ماه بیشتر دوام نیاورد، که بعد با دخالت آقای جورج بوش این توافقنامه اولیه به هم ریختش و تنها حسش این بود که در این پروسه تقریبا نزدیک یک ماهه مجاهدین از زیر بمباران ها خارج شدن، بله اگر این توافقنامه نبود شاید الان هیچ کدوم از محارم وجود نداشت که وحشتناک داشتن میزدن. خب تو همین پروسه یکی دو ماه اول مجاهدین با آمریکایی‌ها توافق اولیه را امضا کرده بودن، با عنوان پیش قراول در اول و آخر ستون‌های ارتش آمریکا که در استان دیالی به خصوص به سمت مرزهای ایران می‌خواستن حرکت کنن، پیش قراولشون بودن و حرکت می‌کردن، یعنی همکاریشون شروع کرده بودن و
هیچی هم توی رابطه کم نمیذاشتن. من خودم مقصر فساد بودم و برای اینکه اینا زمانه که میخواستن برن بیانه میباید همه هنگ میکردن که زنگ زدیم مخابرات روابط خود مجاهدین، روابط مجاهدین با ارتش آمریکا همه هنگ میشدن و از درد زد شهر همیشه میرفتن برای گشت و مواردی که نیازشون بود. از همونطور که گفتم و آقای جورج بوش دخالت کرد، قرار شد که این توافق گردآوری سلاح‌ها و تمرکز نیروهای مجاهدین در همه در یک نقطه باشه که هیئت سرپرستی مال مجاهدین با مژگان فارسایی بود که اون موقع خود مسعود رجبی زنده بود و پشت صحنه بود و برای اینکه این مذاکره رو کنترل شده پیش ببرن این بیشتر از 4-5 ساعت چیز نمی کردن و می گفتن ما برای این مشاوره بگیریم با بقیه دوستانمون بعد این ادامه بدیم. از هیئت که از طرف آمریکایی‌ها به صورت این مذاکره رو پیش می‌بردن به سرپرستی جنرال ریمون تدینور بودش که از روز جمعه شب پیش روی شد، جمعه شب یعنی 19 فروردین نیروهای آمریکایی کلن قرارگاه اشرف رو محاصره کردن و توی جلسه‌ای که یعقوبه به سمت کرکوک میره زرهی‌های یعنی تانک‌های آبرامز آمریکایی تو اتوبان صف کشیده بودن و اطراف قرارگاه اشرف کاملا در محاصره خودشون داشتن و خود مقام‌های آمریکایی میگفتن که در اینجا هزاران رزمنده وجود داره و ما آماده درگیری تمام عیار هستیم. و روز جمعه که هوا روشن شد هلیکوپترهای آمریکایی از یک طرف داشتن ما رو دیدن و جنگنده هاشون هم تو سطح خیلی پایین طوری که ما خروانه ها رو دیدیم داخل در حال گشت بودن و منورهایی میزدن در محله‌های مختلف که به اصطلاح رو با وحشت داشتن چیز میکنه که مجاهدین بخوان پای مذاکره بیان که در نهایت پس از 15 ساعت مذاکره فشرده که 3 روز به طول کشید هیئت آمریکایی با هیئت آمریکایی به توافق برساختن که تمامی تسلیحات و مهمات در اون چارچوبی که توافق کرد جمع بشه و مجاهدین اینجا بود که امان پیدا کردن. یعنی همین جنرال اتیجور برگشت خطاب هیئت مجاهدین گفتش که این افتخار ارتش آمریکا به شما میده که شما خودتون تسلیم ارتش آمریکا بکنید که مجاهدین هم البته اونجانه در توی عمل با قول قراری که گذاشته دارم قول همه گونه همکاری از صفر تا صد به ارتش آمریکا داده بودن و واقعا از صفر تا صد برای ارتش آمریکا همه نوع همکاری انجام میدادن، یعنی هر چی که میخواد بهشون میدادن و الان گفته بودن تو پیام خود مسعود رجبی هم بود که گفت ما به ارتش آمریکا گفتیم شما هر گونه اطلاعات اخبار میخواهید از صفر تا صد به خودمان مراجعه کنید، خودمون به شما خواهیم داد و مستقیم به رزمندگان ما مراجعه نکنید که از البته ارتش آمریکا به این بسنده نکرد و به تک تک نفرات هم مراجعه کردش که تو این رابطه تقریبا حدود وقتی که مجاهدین پذیرفتن که به اصطلاح خلق اصطلاح بشن حدودا تقریبا یک سال و نیم کشید که تو تحت عنوان کنوانسیون استرپوم یعنی اسرای جنگی عنوان زندانیان جنگی اسیر دست آمریکا بود. تقریبا یک سال و نیم کشید. تو یک سال و نیم پروسایی که مثلا میرفتیم تو این مثلا قرار نشیب خیلی زیادی داشت تو این کنفرانسیون شرف مثلا یک زمانی بود که میخواستن مثل زندان محل زنان رو از مردان جدا بکنن و نقطه دیگه ببرن، یک پروسه میخواستن که فرماندهان و سران تشکیلات از بدن جدا کنن جای دیگه ببرن. یا یک موقعی بود که به عنوان از زندانیان اسیر مثل همین القاعده اینا که اسیر گرفته بودن زندانی چون بودن میخواستن به کشورهای دیگه ببرن که این موضوعات مختلفی بود که همون موقع سازمان باشون درگیر بود. و یا یک سری موضوعاتی بود باز همون طبق کنوانسیون ژنو مثلا طبق مواد 4-12 و 21 همون کنوانسیون ژنو دیگه افراد متهم به مشارکت در عملیات تروریستی در قلمرو کشورهای دیگر دستگیر میتونستن بکنن که این بیشتر در رژیم ایران بود.
یا کشور متخاصم میتواند در جریان مخاصمات مسلحانه اشغال نظامی افراد را در خارج از قلمرو خود دستگیر نماید. خب یک سری چنین چیزهایی که بود که تمام ثبت شد این بود که تو این وسط مورد معامله قرار بگیرد و برای همه تمامی این مواردی که اشاره کردم خب تشکیلات به شرطهای مختلف داشت بود که از مسئولین تقریبا این بحثا رو میکردن که هر کدوم از اینا پیشیداد و چه کارهایی باید بکنن، حتی اگه میخوان زنها رو از مردم بکنن و مردا چه کارهایی باید اقدام کنن که جلوی اینو بگیرن که نذارن این کارها انجام بشه. و از طرفی هم با توجه به لابی هایی که تو آمریکا داشتن و مکلایی که تو اروپا و آمریکا قطعش کردن و هزینه زیادی که میکردن، تقریبا تو ژوئیه سال 2004 بود که با تلاش های فراوان فرقه رجبی توانست به اصطلاح با آمریکا وارد این معامله بشه که از کنفرانس 3 به کنفرانس 4 یعنی شهروندان تحت حفاظت نیروهای اشغالگر تغییر بده. خب وقتی که تا این موقع که خواستن تا ژوئیه 2004 که بعد از چندین نوبت تحقیقات و مصاحبه‌هایی که با تک تک نفرات توی مدت انجام شد، تقریباً توسط 9 ارگان که خود سازمان اون چیزی که ما شاهد بودیم تقریبا نزدیک 12-13 ارگان طول 16 ما تقریبا این 3500 نفر رو دیدیم کردن دو در اون اطلاعات و اخبار و مواردی که سازمان میخواست دو در از اونها با بقیه نفرات توی 16 ما دولت آمریکا یعنی ارتش آمریکا سیستم‌های مختلفش آمدن به صدا سینجین کردن که بعد از 16 ماه کارت‌های شخص حفاظت شده یعنی همون کنوانسیون 4 که من گفتم بعد از 16 ماه آمدن کارت‌ها رو دادن. آقای کرمی ببخشید میکروفون شما یه اشکالی داره، اگر امکان داره جابجا کنید چون دوستان میگن صدا خوب نیست. اگر اینه که با گوشیتون هست ممکنه مثلا زیر یقه یا پیرهنی چیزی باشه. مظرم ها یعنی صدا ضعیفتره یا الان خوب شد؟ ولی قبلا هم سر صدایی میومد و صدا هم ضعیف شده بود و نامفهوم بود، ولی الان خوب شد. اگه همینجوری نگه داشته بشه خوبه. بفرم. بله چشم، با عرض معذرت بالاخره کمبود امکانات و آقا این پولای میلیونی رو که میگیرین خرج کنید دیگه. شما مزدوران، این شما سپاهیان قدس، این پولا رو خرج کنید. 10 دلار 20 دلار میکروفون بخرید. اگر یک موقع بهمون 20 دلار دادن حتما من اولین اقدام میکنم می‌کنم یه میکروفون خوب، یه دوربین و میکروفون خوب می‌گیرم برای یه کامپیوترم بنازم. البته الان هارد دیسکش هم مشکل پیدا کرده که با خیلی مشکلات اون مقدار علم و علوم خورده که خودم داشتم تعمیرش کردم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. وقتی سازمان این کنوانسیون 4 ژنو که موفق شدن تطبیق کنن و در اونجا با اصرار زیاد و تیتراژی کردن تونستن به اصطلاح اصرار داشتن که حتما این اصل نان رفورمام یعنی ممنوعیت جابجایی اجباری در اصطلاح ساکنان رو بتونن توی این چیز از آمریکا بگیرن. البته تا سال 2009 که آمریکا یا اونجا بودن این اصل همون عدم جابجایی اجباری رعایت میشد و در سال 2009 وقتی که تحویل دولت عراق دادن، دولت عراق آشکارا این اصل نانر فرمان رو نقض کردش، یعنی اینها رو مجبور کرد مصادره مجاهدین رو به زور جابجا بشن. خب بعد از اون اتفاقاتی که در عراق افتاد و اینا در سال 2012 یا سال شمسی میشه سال 91 مجبور شدن که از کمپ سابق اشرف به کمپ لیبرتی نفرات انتقال بدن که کمپ لیبرتی همون زمانی که میخواستن انتقال داده بشه به عنوان کمپ پناهندگی ثبت شدش، یعنی کمیساری عالی پناهندگان مسئولیت اینها رو پذیرفت که سازمان هم اون موقع خودش اینو خیلی تو بوق کرونا کرده بود که مثلا اگر اون عکسای 1، 2 و 3 رو شما نشون بدید این یکی از اون سندهایی هست که سازمان خودش تو بوق کرونا کرده بود
که توسط تقریبا 8500 تا به قول خودشون از این وکلاشون نامه نوشته بودن که آقا حالا که ما به اصطلاح پناهنده هستیم و به ما پناهندگی اعطا شده، باید قوانین پناهندگی هم در ارتباط با ما صرف بشه و اجرا بشه. و در همون سال اول یعنی سال 91 تا 92 کمیساری عالی پناهندگان با تمامی افراد 3500 نفری که در کمپ لیبرتی بودن با همشون مصاحبه کردش و فرقه رجوی بارها و بارها در طی این سالیان اینو اعلام میکردن، بیرونی میکردن که بله ما پناهنده هستیم. آقای کرمی ببخشید چون من عکس‌ها رو دارم نشون میدم، شما لطف کنید درباره این عکس‌ها یه توضیح کوتاهی بدید. مثلا الان اونی هست که نشون میده که از خود صفحه سازمانم هست، انتقال فراخوان کمیته بین‌المللی حقیقت جویان و نوشته اجازه بدید من بخونم براتون. بله از روی خود عکس براتون بخونم. سازمان مجاهدین خلق ایران لیبرتی فراخوان کمیته بین‌المللی حقوقدانان لیبرتی کمپ پناهندگی است و دولت عراق باید در همین چارچوب رفتار کند. خیلی جالبه این میگه ما اینجا حق آب و گل داریم، صاحب خونه هستیم، بعد یه دفعه میگه ما پناهنده هستیم. یعنی درست اون حیوانی هست که بهش میگن آفتاب پرست، رنگ عوض میکنه، روی درخت میره سبز میشه، روی زمین میاد. نمیدونم در اصل چجوری باید اینا رو توضیح داد. این عکس ها رو یا شماره ای بگید من نشون بدم یا توضیح بدید من نشون بدم. مثلا همون شماره یکی که نشون بدید اینم باید از سایت خود من سازمان بردم. من چرا این عکس ها رو دارم نشون میدم؟ چون که برمیگردم به همین رقم اشاره کنم، بعد موضوع مجدد برمیگردم. چون که الان ادعا کرده که ما پناهنده نیستیم، ماها به عنوان افرادی که به اصطلاح مانند افغانی هایی که در ایران هستن، یعنی دولت آلبانی به ما کمک های انسان دوستانه داره میده، ما مستقل هستیم تا وقتی کشورمون آزاد بشه برگردیم. چون که دارن دروغ میگن من این عکس ها رو فرستادم نشون میدم هموطنان ببینن. عکس شماره یک از سایت مجاهد برداشتم که اونجا داره تو عکس شماره یک میگه آقا ما پناهنده سیاسی هستیم. و یا عکس شماره دو و سه که به اصطلاح چون که بزرگ من در دو قسمت عکس گرفتم، 8500 تا از وکیلا نامه که نوشتن میگن اینها پناهنده سیاسی هستن و دولت عراق باید حقوق اینها رو بر این مبنا رعایت بکنه. چرا من اینها رو دارم الان نشون میدم؟ چون که از همین الان سازمان مجاهدین یا فرقه رجوی ادعا میکنه که ما پناهنده سیاسی هیچ موقع نبودیم. دروغ به این بزرگی. در صورتی که توی اینترنت اگه جستجو زده بشه صدها از این مدارک وجود داره که تو سایت های رسمی خودشون هم هستش. آقای صبحی نمیدونم توضیحاتم در تو با این عکس ها واضح بود. بله بله، البته سازمان تا حالا نشون داده که به نظر میرسه خودشون هم نمیدونن چی هستن. یه جا میگن ما ارتش آزادی بخش هستیم، یه جا الان شدن ارتش استخدام، یه مدت برای صدام، یه مدت برای عربستان سعودی و اردن، حالا حتی برای آمریکا دارن خوش خدمتی میکنن. ولی آمریکا آب پاکی رو دستشون ریخت. دیروز آقای ترامپ گفت که ما با دیدارشون با نخست وزیر ژاپن گفت که ما داریم تلاش میکنیم که با دولت ایران صحبت کنیم و قصد ما برچیدن حکومت نیست. بفرمایید. یعنی یه بار دیگه هم اینجا سر سازمان مجاهدین بدون کلاه موند. البته من تو پرانتز بگم این بار اول نیست، مثلا تقریبا دو هفته پیش بود. آقای پومپو هم وقتی که خبرنگار به طور مشخص سوال کرد آیا شما از سازمان مجاهدین حق و آقای رضا پهلوی حمایت میکنید، برگشت گفت ما از هیچ کدام از اپوزیسیون هایی که خارج از کشور هستن هیچ گونه حمایتی نمی کنیم، ما فقط از مردم داخل ایران حمایت می کنیم. این بار اولی نیست که اینها را سنگ رو کم می کنن. ناگفته نماند که به حرفای آمریکا هم نمیشه اطمینان کرد. آمریکایی که رئیس جمهورشو هیئت به اصطلاح
انتخابیش که شامل مشاورها بودن و شامل وزیر امور خارجه بود، میان قرارداد امضا میکنن، بعد نفر بعدی که میاد میزنه زیرش. ضمناً اینا اگه قرار باشه یک کسی رو بخوان علم کنن، چلبی کنن، از قبل به کسی چیزی نمیگن، ولی اینجوری که از شواهد و علائم برمیاد به نظر میرسه که حتی آمریکا هم به اینا اطمینان نداره. و از اون طرف خب میبینیم که رجوی نیست. شما یه جوری گفتید که یعنی رجوی فوت شده چون اون شیخه در اون وزیر اطلاعات سابق عربستان تو مجلس خود این مجاهدین گفت مرحوم رجوی، دوبارم گفت نه یک بار. بفرمایید. بله، من خیلی مختصر میگم، اما اگه هموطنان توی رابطه سوال داشتن این بحث مفصله که من بعدا میتونم براشون توضیح بدم. من خب در این 4 سالی که در کمپ لیبرتی بودن، یعنی از سال 91 تا 95 که اونجا بودن، کمیساری همونطور که اشاره کردم سال اول با این افراد مصاحبه کرد و از همون زمان اینها پناهنده سیاسی بودن و وقتی هم که به آلبانی انتقال داده شدن، در آلبانی هم اینها کمیساری ها طرف حسابشون بود و تحویلشون گرفت. و اینه که اینها میگن ما نه پناهنده سیاسی نبودیم. نه خیلی، اینها از اول پناهنده سیاسی بودن و یعنی از سال 92 اینها پناهنده سیاسی بودن و خانم هیلاری کلینتون هم وقتی اینها رو میخواد از لیست تروریستی خارج کنه به همین استناد کرد، گفت ما شما رو به این خاطر از لیست تروریستی خارج میکنیم که شماها بتوانید ریل پناهندگی که در از شما میره کشورهای دیگه با شما مشکل پیدا نکنن و بتونن شما رو بپذیرن. و در همین پروسه که از سال 92 شروع کردن انتقال نفرات از لیبرتی به آلمانی، کمیساری عالی پناهندگی که اینها رو داشت انجام میداد، در همین انتقال از کمپ لیبرتی به آلبانی نزدیک 400 الی 500 نفر کمیساری با هماهنگی با کشورهای اروپایی به اروپا فرستاد که 100 نفرشون فقط دولت آلمان پذیرفت در یک نوبت. اگه اینا پناهنده سیاسی نبودن که نمیاد اروپا بپذیرتشون و یا بقیه کشورها نمیپذیرن، حتی خود آمریکا تعداد از اینا رو پذیرفت، از همین آلبانی هم بردشون، از اگر کیس پناهندگی سیاسی نداشتن که نمی بردشون. از اون چرا کنه؟ خب بعدش ادامهش میاد. همین زمانی که از سال 92 نفرات اومدن بیرون، جدا از اونهایی که کمیسیا را فرستادشون به کشورهای اروپایی، نزدیک 700 نفر هم جدا شدن تو همین کشور آلبانی و بعد این 700 نفر هم همین ریل های پناهندگی رو رفتن که به کشورهای اروپایی رسن، یعنی نزدیک 1300-400 نفر به عنوان پناهنده از همین افراد رو پذیرفته. حالا یه تعدادشون نفرات خود فرقه بودن و تعدادشون هم از دنبال زندگیشون رفتن. خب وقتی که فرقه رجوی تونست در تو آلبانی جای خودش صفر کنه، لابی های خودش تونست پیدا بکنه و جاشو صفر کرد، اومد با دولت آلبانی و کمیساری ها شروع کرد به زد و بند. زد و بندش هم این بود که میخواد، چون که دید اگر اینطور بخواد پیش بره و کمیساری ها این افراد که پناهنده هستن داره میپذیره و با خارج میفرسته، تشکیلات متلاشی داره میشه و تنها افرادی که پیگیری های قانونی، یعنی یا خلاف کرده یا امروز روسی انجام یا خلاف های تو اروپا انجام ده، اینها داشتن باقی میموندن، یعنی علی میمانده خود. و به همین خاطر که این فرقه داشت متلاش میشد، سازمان اومد با دولت آلبانی و کمیساری ها در خود در آلبانی وارد یک زد و بندی شدش که این کیس پناهندگی افراد رو آمدن شروع کردن یواش یواش کمرنگ کردن، که این تقریبا همونطور که دوستان ما توی دو سال گذشته اومدن بارها و بارها این مسئله اینجا مطرح کردن، که کمیساری سنگ‌اندازی میکرد و میگفت ما دیگه به شما نمیخواییم بدیم کمک رو، شما پناهنده نیستید و یواش یواش این شروع کرده بودن این کار رو، که از 3-4 ماه پیش که قاطعانه به این نقطه رسوندن با توجه به لابیایی که سازمان در آلبانی به شدت درست کرده و در وکیلهاشون تونستن اینو به نقطه برسونن که کمیساری خودش بکشه کنار و گفتن که ما داریم دفترمون میبندیم و این آتفور هم به دولت آلبانی دادن که آقا دیگه از این به بعد هیچ کدوم از این افرادی که جدا میشن شما به عنوان پناهنده نپذیرید،
اگر کسایی که باشن ما نفرات خودمون باشن تو همون صحبتاش هم داره میگه، میگه که آقا اگر این نفراتی که جدا بشن از جداستای خودمون باشن، یعنی هوادار ما باشن، ما کمک هزینهشون رو میدیم و کمک میکنیم به خارج برن. اگر نه مخالف ما باشن ما کمکی نمیکنیم. الان این دوستان ما که این 17 نفری که در آلبانی هستن، 17 و 18 نفری که آلبانی هستن، اینها به خاطری که مخالف فرقه رجوی هستن هیچ گونه کمکی کمیساری بهشون نمیده، یعنی میگه آقا شما پناهنده نیستی. این بی عدالت و بی قانونی که کمیساری عالی پناهندگی سازمان ملل، بزرگترین شاخه سازمان ملل، در حق این افراد داره میکنه، باید به کجا شکایتشون کنه؟ اگر پناهنده سیاسی نبودن پس چطور 1300 تا 1400 تا اگر پناهنده سیاسی نیستن پس چطور هواداران فرقه رجوی رو که الان دوستان کمک اشاره کردن چطور خارج میکنه و میاره تو اروپا میپذیرنش؟ اما به مخالفین فرقه رجوی که میرسه هیچ پول کمکی بهشون نمیکنه، همه چیزشون خط و برد میکنه. آیا این زیر علامت سوال بردن کمیساری عالی پناهندگان نیستش؟ که بله، کمیساری عالی پناهندگان قابل خریدنه. آیا این ارگان بین المللی این اشعه و این رو نشان نمیده که بله اون هم قیمتی داره و میشه خریده؟ این توطئه کافی بود که فرقه رجوی برای جلوگیری از آزاد شدن اسیران در بند فرقه رجوی با مقامات آلبانی و کمیساری به انجام رسونده. و متاسفانه از اونجایی که این دوستان ما آنچنان درآمدی ندارن که بتونن وکیل بگن و ریل قانونی چونه برن که به حقوقشون برسن، متاسفانه قدرشون هست. این ترازیشی دردناکی که افراد رها شده از فرقه رجوی علارغم که 7 سال به عنوان پناهنده سیاسی هستن، یعنی تنها افرادی هستن که روی این کره خاکی 7 سال پناهنده سیاسی بودن و با زد و بند از طریق پول فرقه رجوی تونسته مجدد اینها رو به ریلشون برگردونه و بکندشون یک فر کسایی که کمک های انسان دوستانه بهشون برسه. که بعضی وقتا مسئولینی که در کمیساری آلبانی بودن گفتن اگر شما بخواید بشید پناهنده سیاسی این ریل شما ممکنه 10 سال بکشه، 10 سال بکشه، چون که شما باید اول باید ثابت کنید که شما خشونت طلب نبودید، کارهای تروریستی نکردید، بعد بشوید تناسب، بعد از تناسب شدید بشوید پناهنده سیاسی، یعنی دوباره سازمان اینها رو برگردونده به همون شرایط سال 2003. پس هم بتونون ببینید فرقه رجوی چه جنایتی در حق مخالفین خودش داره میکنه و این داره نشون میده که آقا با پولی که آلوده به خون و آلوده به جنایت و کثافتکاری فرقه رجویه میشه کمیساری عالی پناهندگی هم خرید، همونطور که لابی های آلبانیایش و آمریکایی و اروپاییش رو دارن اینها میخرن. از کجاست این وجدان و جامعه حقوق بشری؟ آیا این وجدان جامعه حقوق بشری که سازمان ملل این همه ادعاشو میکنه و کمیساریات این همه میگن ما حقوق بشری هستیم، آیا اینه با پول میشه خریدشون؟ آقای کرمی عذر میخوام از شما، در رابطه با گفته های شما آقای موسا تایید میکنه که در لیبرتی با این دوستان یک یعنی تک به تک مصاحبه کردن و اینها رو به عنوان پناهندگی سیاسی درخواست بهشون دادن و اینها پناهنده سیاسی هستن. یعنی به نظر میرسه سازمان مجاهدین نه اینکه خودش نتونسته در 40 سال گذشته برنامه دقیقی داشته باشه و بدونه چه باید کرد، یه موزل سیاسی هم درست کرده تو کشور آلبانی و برای یو این و کمیسریا اینها، چون از یه طرف مثل شتورمرغ شده، یه بار میگه هستم پناهجو و پناهنده، یه بار میگه نیستم. ولی دوستون آقای موسا میگه که از ما تک تک با همون مصاحبه کردن و درخواست پناهندگی ما دادیم برای کشورهای اروپایی. بله دقیقا، چون که همون سال 92 با کمیسریا با همه این افراد مصاحبه کرد و من به همین خاطر دارم میگم که این دوستان ما 7 سال هست پناهنده سیاسی هستن و فرقه رجوی الان با زد و بند پناهندگی سیاسی اینا رو لغو کرده. اینا میگه دولت آلبانی میگه ما کمک های انسان دوستان شما رو آورده بودیم اینجا.
و یه داستان ملاقات خانواده ها چطوره؟ خانواده های فرقه رجعی مثلا همین آقای درودی سه روز پیش خانوادهش از اروپا میرن توی آلبانی، نه تنها اون خیلی هاشتن گروه گروه میرن اونجا، خانواده هاشون میرن تو بسترخ اونجا، همه کار میکنن، ملاقات میکنن، اینور اونور میچرخن. اما خانواده هایی که از ایران میخوان بیان به خاطر این ذره بندی که فرقه رجعی با لابیای آلبانیشون داشته، سفارت آلبانی به خانواده های ایرانی ویزا نمیده. حتی خانواده هایی که تونستن اومدن اروپا، از اروپا رفتن به آلبانی، به مصر که دیدن آقا اینا مسیرشان از ایران اومدن اروپا، از اروپا ویزا گرفتن اومدن، همون فرودگاه برشون گردون. آقا اینا باید به کجا گفت؟ اینا به کدوم مجامع حقوق بشری باید گفت که سالم باشه؟ آقا تنها پس ما نتیجه میگیریم که دولت ها همه فاسد هستن، هیچی مجامع حقوق بشری که این همه ادعا دارن اونها هم فاسد هستن و میشه خریدشون. اینم موارده کمدیست از این موارد. آقای کرمی ببخشید، باز طبق معمول آخر وقت هستیم و وقت کم آوردیم، ولی دوستان همه در تایید گفتهای شما. آقای علی حجاری میگن که من در همین آلبانی شماره ثبت پرونده پناهندگی را به کمیسیریان نشان دادم، گفتم این رو مگر شما ندادید؟ گفت چرا؟ گفت هر جا که شما برید به عنوان پناهنده سیاسی به رسمیت میشناسن. و دوستان هم لطف میکنن، آقای حسین نژاد هم با ما هستن و این برنامه ها دوستان تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب به صورت بایگانی هم قرار میگیره، ضمن این که تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com پخش میشه و روی فیسبوک هم برداشته نمیشه. ضمناً من صفحه فیسبوک آقای کرمی رو نشون دادم به همین اسم ساده، محمد کرمی. خیلی هم فعال هستن و ریسپانسیو، یعنی جوابگو، وقتی که شما یه سوالی رو دارید باهاتون تماس میگیرن. آقای کرمی من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. امیدوارم که باز هم در آینده با شما دوستان باشیم و خبرهای بهتری مخصوصا از وضعیت جدا شده ها در آلبانی بگیریم، یا یه سازمانی، یه شرکتی اینها رو به یک کشور اروپایی، چون آلبانی درسته که اسم اروپا رو یدک میکشه، ولی دوستمون خیلی قشنگ توضیح داد، گفت تقریبا میشه گفت افغانستان اروپاست، همونجوری که ما افغانستان اونجا اون طالبان و القاعده و بیقانونی‌هاشو داریم، حمله روسیه رو داشتیم، بعد دخالت آمریکا رو داشتیم و یک کشور داغون به جا گذاشتن، آلبانی هم به نظر میرسه که فقر و بیکاری و اینها این مملکت رو یک کاری کرده که الان مجاهدین بتونن اونجا یه جوری حکمرانی کنن. درست. ممنونم از شما، من ساکت میشم. بفرمایید. خواهش کنم، از اونجا که وقتمون تموم شد، من امیدوارم که در برنامه‌های آینده به زودی بتونم کاملا این بحث به طور خیلی واضح مشروع‌تر باز کنم، که حداقل اگر گوش شنوای و وجدان بیداری هست بشنوه، شاید بتونیم به این دوستان کمک بکنم. بسیار ممنونم. آقای کرمی بارها قبلا هم مهمان برنامه ما بودن و ویدیوهاشون موجود هست، کافیست اسم ایشون رو در گوگل یا در یوتیوب تایپ کنید و اون ویدیوها رو ببینید، یا با خودشون تماس بگیرید، ایشون لینک اون برنامه رو برای شما بفرستن تا با دقت نگاه کنید و اگر هم سوالی داشتید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. آقای کرمی همونجوری که قبلا هم بارها گفتم، ممنونم از شماها که آمدید و این ماجراها رو برای ما توضیح دادید تا وارد بشیم و نگفتید من سالها عمرم رو تلف کردم حالا برم دنبال کار و زندگی خودم. من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم. همچنین تشکر از شما آقای سوردی که این وقت رو در اختیار ما گذاشتی، با امید برنامه جدیدمون که بتونیم ما سریعتر این بیشتر این مسئله باز کنیم و هم‌نفرانمون بهتر تو جریان قرار بگیریم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم از پاریس و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، گفتهای خود، نظرات خود، یا حتی برنامه های دیگران را اینجا اسپانسر بشید و با هزینه بسیار کم از تلویزیون مردم نشون بدیم. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. برنامه ها رو پی میگیریم و برنامه بعدی سوربی با مردم هست از واشنگتن، از آمریکا، و با شما خواهیم بود. مرسی که شما هم با ما هست.
پس با ما باشید تا برنامه رو تغییر بدیم و بیان با شما. مرسی.